بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که سال خوبی رو آغاز کرده باشید و هر روز بهتر از دیروز، چون حرف سال 2020 رو نزنیم خیلی سنگین تریم و خیلی شاد تریم. اجازه بدید من این اطلاعات زیر صفحه رو برای شما درست کنم، 4 و 5 و 6 و شماره تلفن و ایمیل و نمیتونم بگم تنها تلویزیونی هستیم که همه اطلاعات رو اینجا داریم، شماره تلفن داریم، ایمیل داریم، می‌نویسیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، حتی از مخالفین دعوت میکنیم که بیان و برنامه داشته باشن و اینها، ولی متاسفانه جامعه ایرانی یه مقداری تنبل شده و پسیو میان اینا. در هر صورت اولین برنامه در اولین روز از اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی، از اولین مجری شیرازی، من نمیدونم قبل از من مجری شیرازی هم بوده یا نه، توی ایران خیلی زیاد شده و خود این دلیل زرنگی آخوندا هست، همین که تلویزیون مشهد، شیراز، اصفهان، نجف آباد، این البته یادتون باشه جبر زمانم هست، این چیزی که ما هرچی به دوستان میگیم آقا اون جاده ساخت، این یکی تلفن آورد، اینا که نیاوردن از خونه پدرشون، این جبر زمان، نیاز مکان، اینا هست، بعد میمونه و اینا نوکر مردمن، اینا باید کار کنن. در هر صورت امروز جمعه هست، اول ژانویه 2021، میخواستم امروز رو تعطیل کنم، وقتی تماس گرفتم با آقای لادن و ایشون گفت که میاد اگر ما هم برنامه داشته باشیم، من تشویق شدم که برنامه داشته باشم و امروز که 12 دی ماه 1399 هست با آقای لادن هم خواهیم بود. یه مقاله نوشتن به نام دوباره نگری برجام یا خلع سلاح ایران، و شما هم میتونید در حین برنامه اگر سوالی دارید یا نظری دارید روی فیسبوک بنویسید، یا بعد از برنامه تماس بگیرید، هم از طریق تلفن و اینفورمیشن و واتساپ و منظورم ایمیل بود، ببخشید، واتساپ و اینها، و هم از طریق ارتباط مستقیم با خود آقای امیر حسین لادن یا اندیشکده آگاهی و شناخت. ضمناً خبر خوب این که به پیشنهاد بنده و با همکاری دوستان ایشون کتاب خدا سالاری و درماندگی گویا شد و من چندین به اصطلاح قسمت از اون رو گوش کردم، خیلی زحمت کشیدن و جالبه که مجانی در اختیار شماست، اگه خواستید، اگه حتی خوندنش برای شما مشکل بود و میخواین ضمن کار کردن گوش بدین و اینها، کتاب خدا سالاری و درماندگی که آقای امیر حسین لادن نوشته بودن گویا شد. خیلی ممنون آقای اکبری، دوست نازنین، همشهری گرامی، نوشته سال نو مبارک، سال نو بر شما و خانوادت مبارک، به خانواده بزرگت ایران مبارک، به خانواده بزرگت، بزرگترت انسانیت و انسانهای خوب مبارک. و اما من اون روز یک، اولا اجازه بدید از خانم مهرناز موسوی تشکر کنم که هفته قبل چند دقیقه مهمان برنامه ما بودن و خیلی از شما دوستان تماس گرفتید که آقا تو رو خدا از این برنامه ها بیشتر بذارید، از این آدم های معمولی که از جون و دل میرن زحمت میکشن، هیچ انتظاری از دیگران ندارن، نق نمیزنن، نمیدونم جنبشای بزرگ و علکی را نمیندازن، به مردم نمیگن شما برین کشته بشین تا ما بیایم حکومت کنیم. بعد وقتی که من به خانم موسوی نوشتم تشکر و اینها، ایشون یه فیلم دیگه درست کرد خیلی کوتاه، از همون بیمارستانی که کار میکنن، و شما متوجه میشین ممکنه صدای این ویدیو خیلی خوب بلند نباشه، دلیلش اینه که این خانم مهرناز یه ماسک پوشیده، یه دونه پوشش یا شیلد، شیلد یعنی سپر، اینا وقتی میگن شیلد یعنی سپر،
حالا شیلد شما میتونی یه روی به اصطلاح این چیزای پلاستیکی پوشیدن و صدا از پشت اینها اومدن به اصطلاح مشکله. البته میشه یه میکروفونای کوچولو هست مثل اینها، مثل اینها شما مثلا میتونی حتی به اصطلاح به یقت آویزون کنی، زیر ماسک آویزون کنی که میکروفون نزدیکتر باشه، به جای این که مثلا با تلفن یا با دوربین ضبط میکنن اینقدر باشه، اینو بیارن نزدیکتر. ولی این بنده خداها همشون گفتن ادعایی ندارن و دارن فقط به صورت داوطلبانه کمک میکنن و نظرات خودشون رو با شما شیر میکنن، در میون میذارن. این شما هستید که میتونید نظرات رو قبول کنید و عمل کنید، میتونید قبول کنید ولی عمل نکنید، میتونید قبول نکنید و عمل هم نکنید. من این رو برای شما پخش میکنم فقط به عنوان تشکر از زحمتی که ایشون کشیده و روی فیسبوک هم قرار دادیم. و ایشون پرستار اتاق عمل هستن یا تکنیشن اتاق عمل هستن. خیلی از این چیزها رو ما متوجه نیستیم که پرستار یعنی چی، نمیدونم تکنیشن یعنی چی. اینا رو این بنده خداها زحمت میکشن، با جون خودشون رفتن و موقعی که من و شما از در بیمارستانم فرار میکنیم، اینا میرن توی بیمارستان، اینا میرن توی اتاق عمل. پس با هم بشنویم صحبتهای خانم مهرناز موسوی که ایشون میگه واکسن که بیاد خودشونم میزنن، فیلمشم پر میکنن، به من و شما هم نشون میدن. پس این شد، ببخشید کامرای سه. سلام، من مهناز هستم، تکنسیان اتاق عمل. از اتاق عمل یکی از بیمارستان های استکهلم سوئد با شما صحبت میکنم. هدف من از به اشتراک گذاشتن این ویدیو این هستش که از شما مردم عزیز بخوام در هر جای دنیا که هستید مسئله پاندمی کرونا رو جدی بگیرید و در رعایت پروتکل های بهداشتی کوشا باشید. حدود یک سال هست که ما با این مسئله درگیریم و کادر درمان به خصوص پرسنل زحمتکش ICU شبه شبانه روزی مشغول مراقبت از بیماران هستند و متاسفانه خطر کمبود جا در همه جای دنیا برای بیمارانی که به شدت به مراقبت های ویژه احتیاج دارند خطر کمبود جا همیشه وجود داره. لطفا از تعداد غیر ضروری در جاهای پرجمعیت خودداری کنید. از ماسک به شکل صحیح و ترجیحاً شیلد استفاده بکنید. ماسک رو صورتتون حرکت ندید، آویزونش از گوشاتون نکنید، زیر گردنتون نذارید، بعد روی صورت باشه و بینی و دهان رو بپوشونه. ویروس کرونا خیلی راحت سرایت پیدا میکنه بین مردم، ولی در این حال خیلی هم راحت با شستن مرتب دست ها با آب و صابون از بین میره. حجم ویروس وارد شده به بدن در هنگام انتقال ویروس و نحوه ورود اون به بدن نقش خیلی مهمی در شدت بیماری بازی میکنه و هر چقدر حجم بیشتری در بدن به وارد بدن بشه از راه تنفس، خطر این که شدت مریضی بیشتر باشه و بدن فرصت این رو پیدا نکنه که بتونه با ویروس مقابله کنه بیشتر هستش و متاسفانه اون حجم زیادی که وارد راه تنفسی میشه نقش خیلی مهمی توی واکنش بدن در مقابل با این ویروس بازی میکنه. ماسک رو استفاده کنید وقتی که توی محیط های عمومی هستید با تعداد زیادی افراد، مثلا مثل مترو، آسانسور، ترجیح از آسانسور استفاده نکنید. با شیل خیلی مهم بهتره که استفاده بکنه، چون اون حجم هوایی که وقتی با یکی حرف میزنید مستقیما وارد صورت و وارد دستگاه تنفسی شما نمیشه. در صورتی که واکسیناسیون در شهر شما در محل کار شما شروع شد، پیشنهاد من اینه که واکسن رو بزنید که من خودم هم خواهم زد و اگر بشه فیلم میگیرم و برای شما میذارم. امیدوارم سالی که در پیش رو داریم سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای مردم همه جهان باشه. ویروس سوئدی حرف خوبی دارن که میزنن، میگن که باید یاد بگیریم که با این ویروس زندگی کنیم. این ویروس به وجود اومده و ما باید خودمون و شرایط زندگیمون رو باهاش
تطبیق بدیم و به شکل مسالمت آمیز همزیستی داشته باشیم، از کنار هم رد بشیم تا اون به ما آسیبی نرسونه. سال خوبی داشته باشید، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و دلتون شاد. خدا حافظ. بسیار ممنونم. ما هم امیدواریم که شما و خانوادتون سلامت باشن، چون شما که سلامت باشین سلامتی دیگران تضمین میشه. نکات جالبی رو ایشون گفت، یکی از اونا اینه که توی مترو و اینها ماسکو که میزنید درست بزنید، سعی کنید اونجا صحبت نکنید. و دیدید همه تلفن دستشون صحبت میکنن اینا، حتی اینجا هم گفتن. و از لحاظ این که ایشون گفت که بیمارستان ها واقعا جا ندارن، حتی بزرگترین برنامه سال آمریکا این شب سال نوشونه توی نیویورک، که عذر میخوام اینو میگم ولی خب دیگه حقیقته. بعضیا از صبح میرن دایپرز چی میگیم پوشک میپوشن، چون وقتی شما رفتی تو جمعیت دیگه اصلا نمیتونی بری برگردی دستشویی پیدا کنی و نیست به اون اندازه. در هر صورت میرن تو اون سرما وای میسن تا ساعت 12 شب که این توپ بیاد پایین و جشن بگیرن. اینها دیشب کلن تعطیل، پلیس هم گفت، شهردار هم گفت، گفت اصلا نیاین. و فکر این که خب من میرم دیگران نیستن، نه، بسته بودن کمپلیت و برنامه رو از تلویزیون پخش میکردن. خدایش هم الان که دیگه قرن 21 شما میتونی از خونه ببینی، دیگه این چه کاریه؟ برو بیا، خطر تصادف و مرگ و میر و اونی هم که میخواد منفجر کنه، خبر خطر بمب ساختن و گذاشتن و اینها، اونجا راحت بشین تو خونتون، نوع زندگی عوض میشه. باز خانم موسوی خیلی قشنگ توضیح داد، گفت سوئدیا گفتن که باید با این بسازیم، این یه چیزی نیست که نابودش کنیم از بین بره، این هست. مثل یه درختی که تو خیابون هست، شما دوچرخ سواری میکنی، وقتی رسیدی بهش از کنارش رد میشی، نمیری بزنی بهش، و اینم باید بهش بسازی. نقل ماسک، من یادم باز تو آمریکا هم اینجا گفت که بعضیا این ماسک رو در میارن میندازن اینجا، بعد گفت اتفاقا اینجا آلوده ترین هست و برای گرفتن کرونا به اصطلاح بیشترین شانس اینجاست. شما اگه ماسک نمیخواین در بیارین، و یادتونم باشه پشت روش نکنین، اگه این پشتش مثلا کرونا هست، خب شما بعد دفعه دیگه اینجوری نپوشین همش بره اینا، یک کمی باید رعایت کنین. میدونم یک کم سخته، گرمه، نفس که میخوای بکشی مشکل اینها، ولی آمریکایی‌ها میگن it is what it is، همینه که هست. خب به سال 21 رسیدیم، سال 2020 رفت. خیلی ها باور دارن که پیدایش کرونا باعث شکست ترامپ شد، به دلیل اینکه نتونست مدیریت کنه. و ببینید الان من بارها گفتم اگه کسی طرفدار ترامپه، به جای فوش نوشتن و دروغ نوشتن بیاد مهمون برنامه ما باشه. کسی که خودش گفت تا آخر دسامبر ما 100 میلیون به اصطلاح واکسن میاریم، نمیدونم 20 میلیون چنین 20 میلیون چنان، هیچ، 3 میلیون آوردن 2 میلیون زدن، الانم به دلیل عدم مدیریت و عدم هماهنگی بین استیت، بین ایالت ها و فدرال و حکومت مرکزی، اون میگه که خب ما یه سری زدیم، حالا برای دومیش نداریم. میدونی که یکیش باید بعد 3 هفته بزنید دوباره، یکیش بعد 4 هفته باید دوباره بزنی، بعد میگه ما نداریم. اون یکی میگه آقا ما داریم، اینجا زیاده، ولی هماهنگی نیست. درست مثل ایران، ایران راحته، اصلا نداره، نخریده، نشسته یالا خودش بسازه، توی ساخت خودش هم صحبتهای زیادی هست. بالاخره یه نوری از اون تاریکی تونل آمد، اینم تونل عراق. گویا اینا پول طلبکارن از عراق بابت گاز، و حالا گاز رو قطع کرده بودن، گفتن آقا تا پول ندی گاز بی خبر گاز بی گاز. خلاصه اونم یه مقداری پول داده، قرار شده همین پول رو کرونا ویروس بخرن و بزنن. یکی از این خانوما هم دختر نمیدونم فلانی که صاحب فلان شرکت واکسن میسازه و اینا، آمد و نشست و واکسن زد، یک کم هم اینجاش لخت شد و نشون داد. بعد حالا همه میگن آقا این که نمیشه از روی آسین، بابا لخت شده اینجاش، حالا این اینقدر لخت کرده، شما اینقدر داد بزنین که آخوندا برن همینجا رو هم شلاق بزنن.
والا ما ملت عجیبی هستیم. آقای اکبری نوشته بود که تمام این حرفای خانم موسوی قبوله، درسته، ولی من واکسن نمیزنم. گفتم آقا جون یه دکتری اینجا هست با دکتر سوپانی کار میکنه، گاهی وقتی ما میریم آقای اکبری میبینتمون، ایشون اهل افغانستان هست، خیلی هم انسان شریفی هست. اون روز هفته پیش که من رفتم برای فیزیکال چکاپ گفت که آقای سوربی توی این سن و سال حتما باید واکسن بزنی، واکسن آنفولانزا، واکسن شینگل و مخصوصا الان واکسن این. البته تو آمریکا به ما نوبت نمیرسه تا 6-7 ماه دیگه، مگر اینکه بیارن یه عده نرم بزنن ماها بشیم شیردل بریم جلو بزنیم، که اونم این وسط مثلا یه پرستار نمیدونم زن بوده یا مرد بوده، واقعا انسان میشه اینقدر ناشریف باشه؟ این واکسن ها که باید توی یخچال باشن عمدن آورده بیرون گذاشته تا خراب بشه بزنن به مردم و اونا هم زدن، حالا میگه که تأثیری نمیذاره با اون، ولی اگه کسی حالش بد شده و اینها بیا تو خبر بده. آقای احمدعلی مسعود انصاری سال نو رو تبریک میگن، منم به ایشون و خانواده ایشون تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر باشه. آقای سید امیر موثقی در از آلمان قبل از این برنامه در کانون آوا مهمان برنامه ما بودن، اولین برنامه امسال و برنامه بسیار خوبی هست، حتما برید نگاه کنید، احتمالا الان دیگه آماده شده روی کانون آوا روی بایگانیشون، اگر نه میدونید که این برنامه ها تا هفته آینده همین 3-4 تا برنامه ای که داریم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه. برنامه آقای حسن ارشاده که متاسفانه برای این هفته هنوز به دست من نرسیده، برنامه کانون آوا و برنامه خود من. گاهی وقتی هم دوستان حمایت میکنن یه برنامه ای رو، معمولا پتیک این کار رو میکرد، ویدیوی چیزی ما اون رو نشون میدیم یا فیلم هست اینا، که اونا رو میتونید از مردم tv.com تماشا کنید یا از تویچ مردم تیوی. تویچ یه پروگرامی مثل یوتیوب، فکر کنم اصلا اون زودتر از یوتیوب راه افتاد و اینها. خب و اما یه دوتا عکس دارم بهتون نشون بدم اگه پیداش کنم، عکس ها رو امروز آوردم اینجا. اجازه بدید ویدیوی خانم مهرناز رو که روی فیسبوک گذاشتم بذارم توی فولدر که بعدن بدونم کجا هست. و امروز هم این، بله گفتم چی، دوتا عکس هست که راجب نیو ایر رزولوشن هم براتون صحبت کنم. بارها هر سال ما گفتیم که نیو ایر رزولوشن یعنی، ببینید رزولوشن سولوشن یعنی راه چاره، رزولوشن یعنی تصمیمی که دوباره میگیره آدم، که این بار هر سالم بیشترینش اینه که میخواد طرف لاغر بشه و میگن معمولا کمترین هم همینه که اجرا نمی کنن، چون با راه بره ورزش کنه خوراکشو عوض کنه این کارها رو انجام نمیده. ما هم یکی از اونا هست. خلاصه یه کسای دیگه تصمیم میگیرن توی سال جدید آدم بهتری باشن. بعد من دیشب فکر کردم امسال که اصلا حال و بوی سال جدید رو نداره، آیا لازم هست که نیو رزولوشن هم داشته باشیم؟ گفتم حالا به هر جهت این سنگ مفت گنجشکم مفت، ما یه نیو رزولوشنی برای خودمون انتخاب میکنیم. یک آگهی بود ما قبلا نشون میدادیم، این اگه اشتباه نکنم آقای شبستری به من داده بود، که نوشته بود که یاد گرفتم که با آدم نادان جر و بحث نکنم و ما امسال اینو به کار ببریم. ببینید آدم مخالف فرق میکنه با آدم نادان. آدم نادان کسیه که چون نمیدونه فکر میکنه همه چیز رو میدونه و هر چیزی اون میدونه درسته. حالا شما هر چی میخوای وقتتو تلف کن، بی خود راحت با آدم نادان گفتگو و جر و بحث نمیکنی. این نیو رزولوشن ما ببینیم میشه یا نه، ولی آدمایی هستن که میشه باهاشون گفتگو کرد. یکی از اونها این، بذارید من این عکس رو بیارم اول به شما نشون بدم، نوشته که پروازهای انگلیس، میدونید دیگه انگلیس گفتن که کرونا ویروسش یه جهشی انجام داده و اینم نرماله
و این جهش حالا باعث شده هم سریعتر میگیرن، هم وقتی میگیرن حالشون بدتر میشه. بماند، همه شما بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم بعضی وقتا چیزایی که توی فیسبوک پخش میشه، نوشته میشه، خونده میشه اینجوریه. نوشته فاجعه دیگر در راه است. پروازهای انگلستان به تهران همچنان برقرار است. با وجود آن که تمامی پروازها به مقصد انگلیس به مدت 2 هفته لغو شده، اما پروازهای انگلیس به مقصد تهران همچنان برقرار است. ببینید دوستان، من بارها گفتم گور پدر آخوندا، گور پدر هر کی اصلا میخواد بیاد بعدن بشه، قبلن بوده. این حکومت ها میان و میرن، من و شما که ملت هستیم اونجا باقی میمونیم و کشور باقی میمونه اگه تکش نکنن. اتفاقا بحث نوشته آقای امیر حسین لادن درباره همین لبنیزه کردن یا ایران رو مثل لبنان کردن و تک تک کردن، این ورش بدن دست حماس، اون ورش بدن دست حزب الله و اینها صحبت هست. اگر کشوری باشه و اگه ملتی باشه، اون من و شما هستیم. والا این آخوند و انگلزاده و نمیدونم شاه و شازده هر چی میخوان بخورن، هر چی میخوان بدوزن، هر چی میخوان ببرن، آخرش رفتنی هستن. شما نگاه کنید یه پادشاه در ایران خاک نشده، تنها کریم خان زنده که اونم گفت من پادشاه نیست، من وکیل و رعایا هستم، من وکیل مردم. بمانه اینو که من دیدم زیرش دوستی یه چیزی نوشته بود، براش نوشتم والا من تو آمریکا هستم و تو همین آمریکا میدونید که ایرانم این اشتباه رو کرد و پروازهای چین رو به موقع قطع نکرد. یکی از چیزایی که آقای ترامپ هی به خودش اعتبار میده، میگه من بلافاصله پروازهای چین رو قطع کردم. دروغ میگه. 40,000 نفر بعد از اینکه کرونا اعلام شد، از ووهان هست و از چین هست و اینها، باز آمدن آمریکا. برای این دوستمون نوشتم، شاد بشه بخونیش، نمیدونم یا کوچیک‌تر چیزش کنم، به اصطلاح بزرگترش کنم، تیک تیک بهتون نشون بدم. بذارید با این شاید بشود این کار را کرد. ببینید به اون نوشته ای که عکس بود، خب اونو یه نفر گذاشته بود دیگه، فکر کنم آقای داریوش موحدی. من نوشتم دروغ چرا؟ گور پدر آخوندهای جاکش از اول تا آخر. در همین آمریکا که من زندگی میکنم، دیروز میگفت روزی 6 تا پرواز هنوز از انگلستان داره میاد. چرا ما ایرانی ها شدیم چوپان دروغگو؟ فردا اگر خبری درست هم بنویسیم هیچ کس باور نمیکنه. بعد این دوستمون نوشته نوشته انگلیس مرزهای هوایی و زمینی و دریایی الان 4 روز بسته، دروغ نیست، حتی بی بی سی هم اعلام کرده. من بهش گفتم شما بی بی سی رو قبول داری؟ این یک. دوما به گفته خود شما اگر انگلیس مرزهاش رو بسته، ایران از کجا میتونه مسافر جا به جا کنه؟ با زیر دریایی؟ آخه نکنید، نگید. بعد این دوستمون توضیح میده، خبرگزاری های خارجی هم از قرنطینه کامل انگلیس گزارش دادن و در اسپانیا 18 مورد ویروس انگلیسی مشاهده شده که الان که از لندن به مادرید آمدن. اصلا ببینید میزنه به صحرای کربلا. چرا؟ چون نمیتونه یک کلمه بگه شما درست میگی. رفتم نگاه کردم، من عوضی نوشتم، اشتباه کردم، معذرت میخوام. نیست، اصلا تو فرهنگ ما نیست. آقا میگم بنده از کی یاد میگیرم؟ از داداش بزرگم، از پسرم، من پسرامون یاد میگیرم. با دو چرخه میزد زیر لنگ بدبخت پیرمرد. اولا اون پیرمرده بلند میشد میگه مگه کوری، اون میگه بابات کوره، اون میزد به جایی که یکیشون بگه معذرت میخوام، اشتباه کردم، پدر جون طورت شد زخمی نشده باشی. خب این فرهنگ بوده. حالا شما هی بگو 22 بهمن یه دفعه ما هممون شدیم دزد. نه عزیز من، میگم خب 57 سال شاه و باباش چه کار کردن؟ اگه این آدم ها نادانن و الاغن و خرن، اینا رو شاه و باباش اگه امروز شما نشستید میخواد با این جوونا انقلاب کنید، اینا رو که خمینی پرورش داده.
حالا خمینی هم بهتون میگم خدا بیامرز، کریم خان هم دو بار گورش عوض شد. بله محمد خان قاجار برد گذاشته زیر پله ها و من آخرین باری که رفتم موزه پارس توضیح داد برامون، گفت که بعدن استخوناش و اینا رو آوردن اینجا خاک کردن و حالا یکی من بگه قبر محمد خان قاجار کجا، ولی قبر کریم خان زند کجا؟ توی یک جای بسیار قشنگ، کجا بود؟ موزه پارس، اونجا نه؟ همون بغل هنرستان نمازی، بغل بانک، این بر بانک ملی و اینا دیگه، حالا میدونی کجاست. در هر صورت بله، خب هپی نیو ایر آقای عزیزان گرامی. آقای عزیزانم چند تا برنامه دارم و اینجا نوشتم، فراموش نکن. اون روز به من گفتن که در سریال خانه امن شماره 49 بیچاره جمشید شارمرد رو نشون میده. میدونید که یه سری سریال های تلویزیونی دارن نشون میدن، هدفشون نمیدونم چیه. باید یه در با این آقای شاهین ترکمان صحبت کنیم که ایشون خودش تو وزارت و اطلاعات و اینا بوده و اینها، بعدم از دست اونا فرار کرده اومده. بپرسیم اینا هدفشون از ساختن این فیلم ها چیه. مثلا اون فیلم چی بود؟ سوسمارای مال زاهدان و اینا رو میگن، هیچ وقت گاندو ما یاد نگرفتیم. اینا اینجوری میکنن، شما تو خیابون راه میری اینا میدونن، شما رستوران میری اینا میدونن، با ماشین میری پشت سرتن، با دوچرخه میای میبیننت، همه فیلماتو دارن. اینا دارن ترس و وحشت ایجاد میکنن توی مردم، که همون ترس و وحشتی که بدبخت ساواک سالها میخواست ایجاد کنه که بگه ما همه تونو داریم میبینیم، همه تونو داریم میشنویم، و نتونست. اگه تونسته بود که اینجور نبود، ولی آخونده با این فیلم ها قشنگ خودمونم میام سر موقع میشنیم نگاه میکنیم. حالا این جالبه که مثلا تو اون فیلم گاندا هرچی، مثلا مال راجب محسن، راجب این رضاییان بود، رضایی بود، کی بود؟ محسن رضاییان نه، محسن رضایی نه، جیسون رضاییان، و اسمشو نمی برد، ولی با اون تعریفایی که میکرد شما میفهمیدی که راجب کیه. ولی این یکی دیگه قشنگ طرف رو نشون میده، میگه که این کیه؟ میگه این جمشید شادمهر هست، توی آمریکا انجمن پادشاهی رو داره. و یادتون باشه این فیلم قسمت 49 حدود دقیقه 30 هست، نگاه کنید اینا دارن آماده میکنن از هان رو برای اینکه فردا اگه این بدبخت خدازده مریض رو اعدام کردن، طرف میگه نه این چیزایی که شما در ظاهر میدیدی این کمشه، اون پشت خیلی کارا میکرد. میگه الان این مامور آمریکان یا مامور اسرائیل؟ میگه هر دوش. اینم از این. اتفاقا بحث امروز با آقای لادن درباره اسرائیل هست. اسرائیلی که در برجام نبوده شده کاسه از آش داغ‌تر و دبه در آورده. چجوری شما میتونی یکی از طرفای قرارداد نباشی ولی دبه در بیاری؟ در صورت بعد از اینکه این دوستمون همه اینها رو نوشت، من نوشتم دوست گرامی لطف کنید درباره سفر به ایران از انگلیس صحبت کنید. بالاخره مرز باز است یا نیست؟ پرواز هست یا نیست؟ موفق باشید. بعد ایشون نوشت ببخشید من قصد توهین نداشتم، اگه شما فکر میکنید بهتون توهین شده من عذر میخوام. اولا این نشون دهنده بزرگی این آقای داریوش موحدی هست، من از ایشون بسیار ممنونم، متشکرم. نه توهین نشده، شما بیار اگه خواستی ایمیل تو بده، من ایمیل ها رو برات میفرستم. ببین بعضیا که همونایی که بهتون گفتم نادانن، احمقن، چه توهینایی میکنن. یه سری اینا هنوز به خاطر این نونی که سازمان مجاهدین میندازه جلوشون مجبورن بشینن. یه نفر اون عکسی که این سازمانیا بعد بیچارا نشستن دو نفر پشت یه کامپیوتر، مثل اون وقتا یادتونه میگه راننده و کمک راننده، یکی نشسته یکم تو رکاب وایساده، یه مشتی پیرمرد پیرزنی نشستن اونجا. یه سری اینا هستن، یه سری شاه اللهیای هستن که به دلیل این تکنولوژی جدید الان هنوز همون ترس رو دارن، بدون اسم، بدون رسم، بدون ایمیل درست، بدون فیسبوک درست، و اینها میان به این اون فقط هم فحاشی میکنن. و این احمقا اگر رضا پهلوی به حرف من گوش داده بود، من سالها پیش بهش گفتم آقا یه ارتش که میخوان درست کنن، پادگان شماره 4 که آقای اکبری توش خدمت کرده، یا تیپ 55 هوا برد که بنده توش خدمت کردم، این بلند نمیشه از شیراز بره قزوین سرباز تربیت کنه.
اول سربازهای خودش رو تربیت میکنه. شما اول فردهایی رو که به شما مینویسن که طرفدار شما هستن، شما بهشون بگو اگه طرفدار منی به هیچ کس توهین نکن، به حرف من باش، اینجور باش، اونجور باش، به قول همون ارتش همیت قسمتی داشته باش. به ما میگفتن شما اگه کفشت واکس نداشته باشه، پوتینت واکس نداشته باشه، یا چه خرم آباد، چه اهواز، چه کرمانشاه، چه شیراز، بری تو خیابون مردم نگاهی تو میکنن، ما را قضاوت میکنن. ببین به این میگن همیت قسمتی. ولی رضا پهلوی چون میدونه که باباش با شعبون بیمخ و نمیدونم چهار تا لات و لوت دیگه حکومت و تاج رو نگه داشت، اینم میگه من اگه بخوام تاجدار بشم باید این لات و لوتا رو داشته باشم. و بنابراین طرفداران اونا هنوز یاد نگرفتن که شما 57 سال به مردم فوش دادید، نمیدونم با شیشه نوشابه بهشون تجاوز کردیم، با بطون بهشون تجاوز کردیم، چه ظلم ها کردیم، به کجا رسید؟ 22 بهمن. الانم این احمقای انقلابی تو ایران 42 ساله درست دارن راه شاه رو ادامه میدن. اینا فرزندان خلف فرح هستن و شاه. شاه که رفته بود دنبال خانم بازی و میگن هم جنس بازم بوده با اون علم اینور اونور، فرح هم که دوستاش آورده بود، بابا نامزد خودشو آورده بود براش دفتر ساخته بود، فرح برای خودش کاخ ساخت که جدا باشه. آخه چرا گوش نمی کنین؟ چرا اینقدر شجاع نیستین که بیان بشینید حقیقت رو گوش کنید؟ مثل یه نفر به شما میگه آقا این علائمی که داری میگی این یه سرماخوردی ساده نیست، این کرونا است که گرفتی، هی شما میگی نه انشالله گربه است فلان بیسار. در هر صورت اینم از این ماجرا. نیو رزولوشن امسال ما قرار شد چیکار کنیم با افراد نادان و احمق؟ اصلا جر و بحث نکنیم، ولی اگر کسی مخالفه بیاریم ازش هم تشکر کنیم. من تا یادم نرفته، یعنی تا حالا یادم رفته بود، مادر آقای شهرام همایون فوت شده، به ایشون تبریک میگم. و ولی ببینید آقای همایون، مادر شما و مادر بنده که قرار نیست عمر نوح داشته باشن، تازه همون عمر نوح که میگن 900 سال عمر کرده، ایشون 900 ماه عمر کرده، یعنی میشه 80 و چند سال. الان هم دیگه مادر بنده 85، احتمالاً مادر شما مسن‌تر و اینها، خب قبول داریم، ولی این فیلم‌ها رو بازی کردن و اومدن و شعبد بازی درآوردن و اون 1000 دلار، آخه مادر شما مرده اون یکی دیگه 1000 دلار داده برای چی؟ بله یه نفر که فوت میکنه یکی میاد کمک خرج دفن و کفن و فلان و اینها، ولی این مال یه جایی که طرف نداشته باشه. شمایی که فامیل همایون رو یدک میکشید و خانواده همایون که یه همایون میگید 100 تا از دهنتون میفته، دیگه نباید برای نمیدونم. در هر صورت اون قسمتش رو من به شما تسلیت میگم. بله مهم نیست که شما چند سالت باشه، مادر مادره، پدر پدره، همون جوری که مهم نیست بچه هامون چند سالشون باشه، بچه ما هست. من یادمه 18 سالگی پسرم براش یک هدیه نوشتم، بهش دادم، نوشتم تو امروز 18 سالت شده، ولی 80 سالت هم که بشه تو پسر منی. یعنی این حالت بابا و بچه پسر اینا از بین نمیره، همیشه وجود داره و بعضی وقتا هم بده. یعنی ما دستبردار نیستیم، بابا طرف دیگه حالا خودش دوتا بچه داره، بذار بره به زندگیش برسه. این از این باید. آقای همایون به شما تسلیت میگم. خب و اما نیو ایر رزولوشن خط بزنم، عکس های یوکی 1 و یوکی 2 رو نشون دادم. یه داستانی رو من اون روز شنیدم، بعد این پتیک، من نمیدونم این دایره المعارف داستانه، هر وقتی ما با هم یک کلکل نوشتاری میکنیم یه دو تا داستان برای من، همیشه میگه فلان داستانو میدونی؟ میگم نه آقا، اگه بدونم هم یادم نیست. بنویس. خیلی ممنون پتیک جان، سال نوت مبارک، لطف میکنه، حوصله میکنه، برای ما مینویس. یه داستانایی که نوشته بود، من یاد یه داستانی افتادم که یه نفر که اصلا شطرنج بلد نبوده از یه قهرمان شطرنج میبره. اصلا شما فکرشو بکنید همچین چیزی امکان داره؟ حتما شما هم دیدید، اون بابی فیشر بود کی بود، میومد 50 نفر مینشستن که خود اونا شطرنج باز بودن و این را میرفت.
این تا میرفت و میمد اون وقت داشت فکر کنه، ولی این تا میمد میدید انقدر بازی کرده بود، انقدر تجربه داشت، میدید این چه مهره ای رو عوض کرده، جوابش رو میداد و میرفت، آخرم از همه برنده میشد. حالا این بمانه، میگن یه مسابقه ای بوده، دو نفر اول و دوم قهرمان های شطرنج داشتن با هم بازی میکردن و یه دوستی هی به دوستش میگه آقا بشین نگاه کن، حرف نزن فلان اینا. این دوسته که اومده بوده اینو ببینه حوصله‌اش سر میره، میگه آقا مگه این چیه؟ میگه بابا شطرنجه. میگه بلدی؟ میگه نه. میگه خب چیه؟ میگه این کارو میکنه، اون کارو میکنه و اینها. میگه که خلاصه حالا بشین ساکت باش ببینیم کی برنده میشه. یکی از اینا برنده میشه، دست و سوت و فلان اینها. این دوسته که اصلا برنده نبوده میگه آقا من حاضرم به تو شرط ببندم که از یکی از این قهرمانا برنده میشم. اون میگه آقا دیوونه شدی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ میگه شما برو ترتیبش بده، به اینها بگو که من این دوستم میخواد با شما مسابقه بذاره. اونام یه نگاه میکنن میگن باشه بابا، این که اصلا چیزی نیست، ما 2 دقیقه میبریم. میگن آقا چند میگیری با این مسابقه؟ میگه 5000 دلار. این دوسته به اون میگه حالا تو به من چند شرط میبندی که من از اینا ببرم؟ میگه 50000 دلار. میگه آقا 5000 دلار اینم 50000 دلار. میاد این دو نفر که قهرمان شطرنج بودن، یکشون میشینه اینجا، به دقت گوش کنید چون خود من اول متوجه نشدم، یکشون میشینه اینجا، یکشون میشینه اینجا، اینم وای میسه روبروشون. خب از این دوتا یکیش مهره سفید بوده، یکیش مهره سیاه. اون شروع که میکنه، این آقا نگاه میکنه این چی کار کرد، میره همین کارو برای اون انجام میده. اون عکس العملی که انجام میده، این میاد برای این انجام میده. بالاخره در حقیقت این دوتا قهرمان داشتن با هم بازی میکردن و اینی که اصلا نمیدونسته فقط حمل مهرهای شطرنج رو به عهده داشته. یه نفر برنده میشه، 50000 دلار هم میذاره توی جیبش. این نشون میده که بعضی وقتا باید فکرت کار کنه. و من اون روز خواستم درباره بیل گیت بگم، یادم رفت. و یکی از رزولوشن‌های امسالمون هم این باشه که یه چیزی رو که می‌خوایم بگیم یادمون نره. وقتی عنوان می‌کنیم طرف منتظره، همجور نشسته و یادمون باشه که بگیم. ببینید، میگه که بیل گیت یه خانمی خبرنگاری اومد مصاحبه کنه، نشست و اینا. همیشه هم دیدید یه بلوز معمولی می‌پوشه و یک لیوان گنده هم ور می‌داره میاد می‌شینه و ازش پرسید که آقای بیل گیت شما چجوری انقدر موفق شدید؟ این بیل گیت دست میکنه تو جیبش، یه چک در میاره، امضا میکنه. تو ایرانی میگفتیم چک سفید امضا، اینجا میگن بلانک، یعنی چیزی روش نمینویسن. میده به خانمه، میگه این چک برای شما. میگه من که چک نخواستم، میخواستم ببینم شما چجوری انقدر موفق شدی. گفت چک رو بده. چک رو گرفت پاره کرد، گفت من اینجوری موفق شدم، هر کسی هر فرصتی به من داد ازش استفاده کردم. اصلا لازم هم نیست رو استفاده کنی. شما میتونستی روش بنویسی 10000 دلار، میتونستی بنویسی رو 1000000 دلار، میتونستی بنویسی 1 میلیارد دلار و بری کارتو راه بندازی، ولی وقت گذاشتی از من بپرسی من چجوری چیز شدم. گفت من از هر فرصتی استفاده کردم. البته خود همین آقای بیل گیت و اون جابز یه مدتی با هم دعوا داشتن اینها، ولی همین رب به اون پول داد و اون بیچاره از ورشکستگی و اینا نجات پیدا کرد. بعد که خیلی هم پولدار شد مرد و اینا، اونم زندگی جالبی نداشت. اون اصلیتش مال سوریه بود اگه اشتباه نکنم و خودش میگفت من نصف بیشتر جوونیم گرسنه بودم و اینا. گفت ای آقا ما ایرانی ها همه جوونیمون گشنه بودیم، گشنه میرفتیم مدرسه، بعدم فوتبال و والیبال و اینا، گشنه برمیگشتیم. در مورد فوت مادر همایون، اینجا هم کسی عزیزش میمیره ممکنه پول جمع کنید و یک بنیاد خیریه یا نیکوکاری به نام مرحوم یا مرحوم درست. ولی همایون کدام بنیاد نیکوکاری به نام مادر یا پدرش بنیاد کرده؟ آقا زدی تو خال دوباره. اولا سال نو به تبریک میگم، چجوری شما مکزیک نرفتی؟ اون منوچه کی رفته مکزیک؟ ببینید، اونی که شما میگی من متوجه میشم. اتفاقا یکی از چیزای نیک این آمریکایی‌ها اینه، اگه بچهش تو تصادف میمیره نمیاد هر روز بره سر خاک بچهش بهترین گلها رو ببره، فوری میاد به دیگران میگه که
خب من تصمیم گرفتم یه بنیادی درست کنم که کمک کنم دیگران بچهشون به این صورت از بین نره. اونا پول گل و اینا رو میارن میدن و اینم بنیاد رو میندازه، خیلی هاشون رو سوء استفاده میکنن همین آمریکایی‌ها. ولی شما کاملا درست میگی، ولی اشکال من اینه، آقای همایون با یک آب و تابی هم تعریف میکرد که هزاران نفر به من تبریک گفتن ولی من که وقت نداشتم، فقط به 100 تاشون پاسخ دادم. آقای همایون، اون آقای آرش مشکات هست، اون آقای رامینه، اون آقای یاسره، این خانم رکسانا، بعد وقت دلم سوخت دیشب براش، میگه که تصویر رو چیز کن گلا رو نشون بده، اون پسره میگه آخه تو انقدر چاقی که تمام تصویر رو گرفتی، بعد رکسانا گوه چقدر زشته این، خدا زیادش کنه. و دلم سوخت که این هر برنامه هی باید پول بده با آقای همایون و دیگران. این روزایی که خودت میتونی آقا تو خونه بشین از فیسبوک، الان که تو خونه نشستید همتون دیگه، احتیاج به استدیو و نور و اینا ندارید. ضمناً من توی نیم ساعتی یاد آقای سعیدی دادم که خودش فیلم درست کنه، خودش هم فیلم درست کرد و من رفتم نگاه کردم 10-12 دقیقش، ندیدم یه جایش بگه سوربی یاد من داده. بهتون گفتم سالها پیشم مثلا این معتاده کی بود، بهبهانی، من سال 2009 اگه اشتباه نکنم، آها 2009، برایش اون تلویزیون رو راه انداختم، وسیله بهش دادم و اینها. بعد گفت که خب سوربی هم یه حالی به ما داد، بعد اونم از ویدیو برداشت. یعنی اینا اینقدر تنگ نظرن. ولی همین سعید میبینه اینجاست، خودش الان میدونه. چند سال پیش من بهش گفتم آقا این اسکرین شات و اینا، من گیج میشم. چیکار گفت آقا یه چیزی هست اسنیپینگ بزنی اینجوری، هر وقت من اینو میزنم یادم میاد و هر وقت ازش استفاده کنم به یه نوی به دیگران میگم. آقا این که مرده و کشته تشکر من نیست. آقای سعیدی سوربی که ننشسته اینجا که شما ازش تشکر کنی. ولی این فرهنگ سازی میشه که دیگران عشق یاد دادن به دیگری رو به اصطلاح دنبالش برن و اونی هم که یاد میگیره تشکر کنه. ما فقط برامون نوشتن حضرت علی گفته هر آن کس که به من یک کلمه بیاموزد من تا آخر عمر غلام شم، بعدم معلوم شد اصلا دروغه، این مال حضرت علی نیست و کسی لازم نیست برای یک کلمه غلام اون بشه. این همه چی به ما آموختن. آقا هر جوونی موقع تلویزیون رنگارنگ بودیم یه برنامه ما گذاشتیم، ما موقع یه دیلینگ دیلینگی تار و تنبک میزن، یه برنامه گذاشتیم این جوونا از خسرو از شهریار از اون بیاد افشین اینا، هر کدوم اومدن بهش گفت خب شما استادت چی بوده، میگم من خودم یاد گرفتم. یعنی ایشون از شکم مامانش که اومده با سنتور اومده، اون یکی با شکم مامانش با تار اومده، ولی بنده رفتم تو سن 40 سالگی اینجا یه تاری خریدم $600 گفتی چقدرم گرون بود، بعدم برو ساعت $40 بده به این استادایی که آقا باید حتما پاتوم اسپایمن بذاری و الا تار درست نمیشه. حالا نگو مثلا این بچه که بوده قالب شکسته، این پاشو نمیتونه صاف بذاره، پاش کجه، حالا به من میگه پاتو کج بذار. این آقای لطفیه اینجوری بودا، آقا تو چارزانو میشینی اصلا این آدم، هیچ آدمی نمیتونه اینجوری بشینه. من از همین اینجا برای زیر گیتار و این چیزا قشنگ پایه درست کردن، گیتار که اینقدر قشنگه میذاریش تو بغلت، اون هلالیه میره اینجا، اگه بخوای وایساده بزنی بند داره. و این تار ایرانی من بارها گفتم خب چرا اینا یه بندی بهش نمیبندن، خب نمیشه. حالا برو ببین ترکا قشنگ چجوری بند بستن، میندازه یه دستش دنگ 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 میزنه. در هر صورت میخوام بگم که اینا یاد نگرفتن که همین امروز که من گفتم آقا من آقای لطفی شاگردش بودم، به یه نوعی ازش تشکر کردم. آقای مجد شاگردش بودم، آقای نمیدونم داوودیان شاگردش بودم، آقای شهرام جزائری بود کی بود جلالی شاگردش بودم، این یه نوع تشکره. حالا بماند که نه آقا، آقای لطفی که پول نمیگیره، ایشون که برای پول این کارو نمیکنه. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ گفت اون نلبکیه میبینی گذاشتن اونجا، شما $50 بذار توش. گفت ای بابا دیگران ساعت $30-$40 میگیرن، این که پول نمیگیره ساعت $50. این ایرانیه کیه؟ این منم. کیه؟ شما هستی، از کره ما که نیومده. خب راجع به خمینی گفتیم، به فیلمی رو فکر کنم آقای سلطانی، ما بارها گفتیم ولی ایشون جواب نداده که همون آقای سلطانی هست که ما میشناسیم یا نه، که کتاب نوشته بودن قبلن، یه فیلمی رو فرستادن و نوشتن که آقا این درباره خمینی صحبت میکنه. گفتم والا اینجوری که داره میگه فکر کنم،
حالا ببینم میتونم پیداش کنم بهتون نشون بدم. و ببینید جمهوری اسلامی به بنبست رسیده. جمهوری اسلامی بعد از اینکه گفت ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم و نمیدونم چی وارد کنیم و فلان بیسار اینا، الان به بنبست رسیده، نمیدونه چی رو میخواد صادر کنه، نمیدونه چی رو باید وارد کنه. و این فیلم رو اگر بتونم پیدا کنم ببینید، ای سلط. خب عجبا، آها این یه تیکه اون فیلمی که بهتون گفتم نشون بدم. جمشید شارمن، ببخشید صدا اومد، اینو نگاه کنید. اینو اون روز آقای عزیزان به من گفت، همین الان اینا دارن راجب شارمن صحبت میکنن اینا. بعد گفتم خیلی عجیبه دیگه، اینا حالا فیلم رو هم که میسازن از افراد واقعی با اسم واقعی، یعنی این بیچارهایی که هیچ نوع دفاعی از خودشون نمیتونن بکنن، اون تو که بهشون هر تهمتی میخوان میزنن، اینجا هم همینجور. بفرمایید. I switched from State Farm because of this site. They wanted me to pay 100. خدا خفت نکنه. این چیز بود دیگه که آگهی ها که میاد اینجوریه. ما باید این فیلم ها رو ضبط کنیم، معمولاً بعدن بدون آگهی برای شما پخش کنیم. اینه، بذارید دوباره بهتون نشون بدم. کامرای دو، بله این هست. این جمشید شارمهده، انجمن پادشاهی تو آمریکا داره. فعالیت های علنیش خیلی کمتر از کارهای مخفیه که انجام میده. یکی وصله آمریکای اسرائیل، هر دوتا. آقا دیگه بگو به همه، انگلستان و اینا رو هم چیز کن که بعدن کم نیاری. اینم از این ماجرا. ممنونم از آقای فضائل عزیزان. کشور نیوزیلند back to normal. اگه نگاه کنید برنامه به اصطلاح برنامه سال نوشون، اونجا جشن که گرفتن انگار نه انگار که اصلا کرونایی بوده یا نه. خب میدونید جمعیتش 5 میلیونه، بعدم خوب کنترل کردن. همه هم میگن دلیلی که خوب کنترل کردن اینه که اون صدر اعظمش یا رئیس جمهورش هرچی، اونم مثل که زیر چیز انگلستانه، اون یک خانمه و ترامپ هم خیلی بدش میاد. تا حالا چند بار ازش بدگویی کرده؟ شما من بگو این ترامپ از کی بدگویی نکرده؟ بماند. ماجرای ترامپ و واکسن در آمریکا که وضع خوبی نداره بماند. ماجرای ترامپ که دیروز 500 نفر از چه مبالغی از مردم پول گرفت که جشن بذاره، پولا که جمع شد در رفت اومد اینجا داره تدارک میبینه. برای همین چهارشنبه که میشه 6 ژانویه که مجلسین میخوان به اصطلاح، اینم دیگه خیلی ها یه مور این چیز قانون ها، اینا من یاد اون گوشتایی بود دم قصابی میفروخ، گوشتر قصابه چیز کرده بود، بهداش یه موری میزد، نمیدونم اون یه موری میزد اینا. بعد وقتی میخواستی حالا خریده بودی با یه ساعت این مورای آبی بد رنگی هم بود اونا رو پاک کنی. این ماجرای انتخابات آمریکا از 3 نوامبر تا حالا همینجوری داره کش میاد و افراد سوء استفاده کنی این وسط، رئیس همشون که ترامپه که داره پول جمع میکنه که اگرم رفت دنبال کار خودش به اندازه کافی پول داشته باشه، چون این پول نداشت، این فقط تظاهر میکرد که پول داره، دروغ میگفت. یعنی این هیچ چیزی حتی فکر کنم اسمش هم درست نگفته، چون اسم اینا میدونی یه چی دیگه بوده، کوتاهش کردنش ترامپ. در هر صورت یه سناتور روانی آمده گفته که این شمارش ها رو قبول نداریم و میخواد اعتراض کنه. دلیلش هم اینه که اعتراض کنه رئیس جمهور بشه ترامپ این 4 سال، این خودش سال 2024 بیاد بشه برای رئیس جمهوری و از حالا بگه ببینید منم مثل ترامپ یاقی هم، منم مثل ترامپ احمق هم، منم مثل ترامپ دنبال اینم که سفیدا بهتر از اونن، نمیدونم اینجوره اونجوره، ولی میگن به جایی نمیرسه. البته از این ور اون ور گزارش هایی میاد که حتی درباره اینم، من از روزی که اومدم اینجا گفتم به اینا چرا میگن سیکرت سرویس،
اینا که جلو همه هستن، همه میشناسنشون. اتفاقا چند سال پیش یکیش هم دوست داداش من بود که موتور سواری که میکردیم، به منم گفت بیا اگه میخوای جز به سیکرت سرویس. اون خانم مادلین آلبرایت بود که بود، گفتم برو آقا اگه یکی بخواد تیر بندازه من میندازمش جلو، خودم در میرم. و یکی دیگه هم تو کوچه‌مون بود، یه آقای اوکانری بود، کی بود اونم جز به همین سیکرت سرویس ها بود. و جو بایدن دیروز اون چیز انتخاباتیش و اینا که الان دارن کارای به اصطلاح رئیس جمهوریشو انجام میدن، گفت که ما چون یه سری از این سیکرت سرویس، مامورای مخصوص، حفاظت مخصوص، چون اینا خیلی طرفدار ترامپ هستن، ما بهشون اطمینان نمی کنیم و به مجردی که جو بایدن بیاد، یعنی بیستم، اینا میرن یه سری جدید میان، جدیدا اونایی هن که قبلا هم با جو بایدن بودن، حتی موقع نخست وزیریش و اینا. چون اینجا شما وقتی میای این نیوال چیز ماله میشه، مال خونه نخست وزیر، ابزرواتوری هم چیزی، جای قشنگی هم هست، این محافظای خودشو داره. یعنی این یکی از بدیای این رئیس جمهور و فلان اینا هم اینه که بعد از اینکه سالها هم رفتن همین جوری محافظ و نمیدونم حقوق و اینا دارن. آقای زمانیان من به شما سلام میکنم، ممنونم، خیلی خوشحال میشم اون نقاشیایی که شما رو میکشید، بعضی هاش خیلی خنده داره، مواظب خودتون باشید. در هر صورت آقای زمانیان از ایران هستن، دوستمون بابو بابووند هم اینجا هستن، سال نو شما هم مبارک، خیلی ممنون. مثلا همین رو میبینید، این آقای همایون از این پول میسازه، یعنی نفر اولی که زودتر اومده برای که بیشتر بهش ممنون باشه، آقای اکبری میگه نفرات اول، اکبری، موثقی، فضائل عزیزان، نمیدونم سعید، اینا باید پول بدن چون تو کلوپ مخصوص هستن. یعنی بارها بهتون گفتم این آقای چیز یه دفعه از دوستا و همکارای خودش ناراحت شده بود، گفت آقا شما چرا ناراحتین؟ ببینید من از دیوار میتونم پول بسازم، از این کاغذه، میبینی یه کاغذ سفید بردار، گفت من از این کاغذ سفید میتونم پول بسازم، من میتونم اینو بیارم نشون بدم توی تلویزیون و از مردم $10,000 بگیرم. این توانایی رو داره. ولی با همه اینا من آخرش حساب میکنم آدم دلم میسوزه براش. مثلا این اون شب حالا مادرش هم فوت شده و اینها، خب آقا دیگه حالا این خانم دکتر عزیزی وقتی شده زن شما، دیگه خانم دکتر عزیزی نیست که، این دیگه همسر شماست. اگه تا آمریکایی عمل میکنی که آمریکایی‌ها تا ازدواج میکنن فامیل شوهرشون رو یدک میکشن، میرن حتی شناسنامه‌شون نه، درایور لایسنس و اینا رو عوض میکنن. اگه ایرانی عمل میکنی، ایرانیه که تا خانم آرایشگر میاد میشه زن سرهنگ، میشه خانم سرهنگ، تا میشه زن دکتر میشه خانم دکتر، از این بری میشه. حالا نشسته صحبت میکنه و اینها، بله البته کمک خانم دکتر عزیزی هم خیلی مهم بود، بابا بگو زنم، همسرم هم خیلی کمک کرد تو این دوران سختی که مادرم رو از دست دادم، مثلا برام سوپ درست کرد، اشکامو جمع کرد. نمیدونم کارمون خرابه توی یک کلمه. حالا آقای همایون میاد با آب و تاب، من اومدم پنل درست کردم. آمریکایی‌ها میگن سو وات؟ تو ایران بود کیو میگفت خب نپچی یه چیز اینجوری میگفت، خب که چی، حالا درست کردی، درست کردی، شما ببینید من درست کردم. آقا درست کردی، یه مشتی آدم بیکارتر از خودت آوردی اونجا، اینا میشینن حرف میزنن، بعدش هم میرن به هم فحش میدن. چه کار کردین از روزی که پنل آوردین؟ اولا این پنله دیگه اسمش چیه؟ این همه سازمان درست کردی آقای همایون، نکن همچین. بعد خانم رکسانا گنجی میاد با آب و تاب میگه آقای همایون گفت من نمیخوام خودم کاری باشم، چون من نمیخوام کاری باشم، اگه کاری باشم جوابشون میدم. برای که تازه فهمیده وقتی بری وایسی کنار بهتر میتونی پول بسازی. این باهوشترین صاحب تلویزیون ایرانی داور ویسه بود که مرد، بنده خدا آخرای سال 2020 مرد. این موقعی تلویزیونش بهترین تلویزیون بود و واقعا رنگارنگ بود که خودش نه برنامه داشت نه کسی میشناختش. اون پشت دوربین دستش بود، حتی اگه مراسمی هم بود دوربین میگرفت دست میرفت فیلم برداری میکرد. اون موقع این کارو میکرد.
ولی شب 2000 دلار قالی فروشا رو میذاشت تو جیبش، یه پنی هم به هیچ کس پول نمیداد. تو ماها برای پول نرفته بودیم اونجا. حالا آقای همایون اومده این وسط چی میگن شیون و شین قتل حسین، بنده خدا فوت مادرش، میگه رامین رو دریابید. من هی گفتم خدایا کیه رامین؟ اسم پسر اینه، چون این وقتی با بدری احمدیار ازدواج کرده بود به پسرای اون میگه اینا پسرای منه، ولی پسر اون اسم خودش گذاشته بود راوی. من گفتم این رامین کیه؟ یکم که نگاه کردم دیدم آها بابا این همین آقایی که میاد برنامه میذاره، یکیش آرشه، یکیش رامینه، یکیش یاسره. بعد میگه رامین رو دریابید. آقا هر کدوم از اینا رو شما دریابید که میاد تو جیب شما، چرا مردم رو سر کار میذاری؟ نمیدونم پدر بزرگ نیکی، یه استیکر برای این بخر، یه استیکر برای اون بخر، یه استیکر. آقا برید با دنبال کارتون. بعدم شما ببینید ما چه کردیم. آقا برو برنامه های من و تو رو نگاه کن، کسی میاد اون خانما و اون آقایون و اون برنامه ها رو ول کنه تلویزیون تو رو نگاه کنه؟ بله. خب یک نفر نشسته، چون من بهش گفته بودم که توی این برنامه نامش رو میخونم، ولی خیلی شرط گذاشت، به شرطی که شما نامه من رو از اول تا آخر بخونی. گفتم به شرطی که بیای جلوی دوربین، یعنی اینو الان میگم، بیای جلوی دوربین خودت بخونی که مردم ببینن کی داره چی میگه. مگه من شما حتی اگه به من پول بدی مثل دیگران برنامه بگیری بگی بیا برو از قول من اینو بگو، من نمیگم، یا اگه بگم 10 بار اعلام میکنم که این نظر من نیست، این نظر آقای ایکس یا خانم ایگرگه. بله در هر صورت بشین منتظر. همینجور وقتا چی میگفتن؟ جیگر به دندون بگی، یه چیزی میگفتن، انگوش به دندون، یه چیزی اینجوری میگفتن، صبر کن نوبتت میرسه، دیر اومدی میخوای زود اوسا بشی، صبر کن. خب سریال خانه ام جمشید شارمهر رو گفتم. حالا جمشید شارمهر چون 2 ملیتیه ممکنه یه جوری تعویزش کنن، پیر مرد مریضی هم هست، ممکنه بهش بگن آقا بی برو دیگه از این گوها نخور، اون هم بگه آقا غلط کنم من برم دیگه پشت سرم هم نگاه نکنم. اصلا نمیتونه بنده خدا اینجوریه، نمیدونم اینا چی بهشون میگن، پارکینسن چیه، اینجوریه آقا. اصلا این خانوادهش، من نمیدونم دخترش، پسرش، زنش اون موقع کجا بودن که به این میگن آقا جلو دوربین نرو بشین، یا اگه میشینی مزخرفاتو نگو، میان میزنن خونه ما رو منفجر میکنن، میان میزنن تو ماشین داریم میریم چی میکنن. شما نمیتونی شمشیر از رو ببندی بگی من فلانی رو میخوام از رو از بین ببرم، بعد بگی اون باید طبق قانون یونایتد نیشن به من رفتار کنه. خانم مسیح نژاد اومده اینجا، حالا که داداشش گرفتن و خواهرش گرفتن و اینها، حالا فهمیده چی کار کرده. تازه خانم شما نمیتونی بشین تا الف زیر پات سبز بشه. منوچهر معبودی، یا بله معبودی، بهتون گفتم که شریک من و همکلاسی من آقای جعفر معبودی کمره‌ای بود، الان فکر کنم کالیفرنیا باشه. خب بله بشین الف تا بشین تا الف زیر پات سبز بشه، یا اون وقتا میگفتن وایسا تا الف زیر پات سبز بشه. البته من منظور اون اینه که ایشون وایس تا نوبتش بشه، اینا رو ما اینجا نوشتم. خب درباره چی داشتیم میگفتیم؟ این شادمر و اینا، حسن ارشاد این هفته برنامه نفرستاده، حالا احیانا اگه بعد برنامه فرستاده باشن من درست میکنم میذارم، اگه نه همون برنامه هفته قبل رو براتون پخش میکنم. دوستان هفته قبل نیوزلند هم گفتم که به حالت معمولی برگشته. هفته قبل روز کریسمس توی نشویل ساعت 6:30 صبح یه بمبی منفجر شد که توی از این ماشینای آروی، ما از این ماشینا توی ایران نداشتیم که کسی یه ماشین رو اتوبوسی چیزی رو برداره توش زندگی کنه یا برای مسافرت و اینها، ولی اینجا بهش میگن آروی ریکریشن وهیکل هست، و اینجا خیلی خیلی آرزوشون اینه که بازنشست بشن، خونهشون رو بفروشن، برن یه آروی بخرن، ماشینشون رو بکشن پشتش، برن از این ور آمریکا به اون ور آمریکا. میبینیشون هم تو خیابون، یک ماشینای بی خودی هم هست
که نگو، چون هر کارگاهی اومده یکیشو درست کرده، نه جعب فرمونی درستی داره، نه دنده درستی داره، نه قدرت درستی داره، نه دید درستی داره. از همش بدتر این که تا حالا یه نفری که همه عمرش یه ماشین کوچولو میرونده، حالا که چشش ضعیف شده، گوشش ضعیف شده، پیرمرد شده، گذاشتنش پشت یه ماشین بزرگی، نمیدونه کجا بپیچه، چیکار کنه، چجوری عقب عقب بره. چون شما وقتی یه تریلی پشتته، عقب عقب که میری فرمونت برعکس میشه. بمانه این نشویل بوم، این آقا 63-64 سالش بوده و ببینید پلیس که اینجا هی میگه ما مواظبیم و فلان و بیسار و اینا ریپورت کنین، دوست دختر قبلیش بیش از یک سال پیش آمده گفته که آقا این گفته من میخوام بوم بسازم و بوم را هم توی این چیز بذارم، توی این ماشین آروی بذارم. و این از اونایی بوده که با وجودی که خودش آیتی بوده، آیتی چی میشه؟ اینفورمیشن تکنولوژی یا اینترنت تکنولوژی، هرچی در رابطه با این اوضاع هست، این از این آنتنای جدیدی که 5G بهش میگن و خیلی دربارش بد گفتن که سرطانزا، دیدی هرچی اول میاد میگن سرطانزاه، مایکروویو سرطانزاه، پلاستیک خب بدون اینا بعد شما نمیتونی زندگی کنی. اتفاقا یه فیلم میدیدم، طرف به نامزدش میگه بابا این عکاسی بابات ول کن بره، میگم نه این برای من خاطره داره، این یاد بود بابام. میگه آقا اگه بابای تو درشکه داشته، حالا میخوای با درشکه اون بری مسافر کشی؟ خب هیچ که سوار نمیشه، طرف عکاسی داشت هیچ که نمیمه. آقای زمانیان میگه برنامه شهرام همایون دیدن داره، مخصوصا برنامه پیر خراسانی. پیر خراسانی هم خودش یه داستانی داره، اگه یه روز جرأت کرد بهش بگو که سربی تو رو چالش کرده که باهات صحبت کنه. خود این یکی از همین چی میگن مارمولکای فساد کانادا و این ور اون وره، که حالا بعد یه مدتی با اون بهبانی معتاد بود، بعد دیگه رفت تو چنل فلان، یه پولی هم میده، بیکاره، حقوق میگیره، یه پولی میده، هفتگی میاد اونجا برنامه میذاره. بمانه این آقا سفید پوست، خدا رو شکر، اسمش عبدالکریم عبدالجبار نمیدونم فلان نیست، خدا رو شکر، نمیدونم مال میدل ایست نیست، مال خاورمیانه نیست، خدا رو شکر. بعدم نیومده بگه الله اکبر رو منفجر کنه، رفته از 4-5 صبح اونجا، صبح کریسمس توی داونتاون نشویل. شما نشویل اصلا این مرکز موسیقی و موزیک، جای لهو و لعبه به قول معروف، رفته اونجا هی نوار پخش کرده، هی گذاشته که برید این ماشین میخواد منفجر بشه. مردم هم اونایی که صدا شنیدن، بعد به پلیس هم زنگ زده، حالا خدا پدر قرمساقش بیامرزه از این لحاظا، به پلیس هم زنگ زده، به 911 اون امرجنسی هم زنگ زده که اینجا میخواد منفجر بشه، ولی ماشینش آورده نزدیک ساختمون AT&T. AT&T حتما میدونید American Telegraph and Telephone Company، قدیمی ترین شرکت مخابرات اینجا. و وقتی این منفجر شد، شانس آوردن که هیچ کسی کشته نشده، چون پلیس به موقع رفته مردم رو صدا زده، خود این البته وقت داده، ولی اگه 4 صبح میرفت اونجا که همه خوابن میزد منفجر، از 4 صبح رفته تا 6:30 که منفجر شده موزیک پخش میکرده، موزیکار هم میگه که مال چه خواننده هست و اینها، و یه نواری هم درست کرده بوده، صدای یه زنی بوده، از این زنهای کامپیوتری هست تو تلفن اینا صحبت میکنن، که به همه میگفته از این محل دور بشید، اینجا قراره منفجر بشه. و وقتی منفجر میکنه اون ساختمون AT&T، اون به اصطلاح چیزای امرجنسی 911، اون چیه برج مراقبت نزدیک اونجا، و چون همه اینا میدونید هاب دارن یا از اونجا کنترل میشن اینا، خلاصه چند ساعت برنامه نداشتن. الان هم هنوز که هنوزه میگه AT&T از جاهای دیگه کمک گرفته تا چیز کنن. یادم میاد برنامه های شبکه سرتاسری برق ایران رو آقای خوششانس یادش بخیر یاد ما میداد، و اون همون موقع میگفت که ایران چون شکل چی بهش میگن مثل آمریکاست، این شبکه سرتاسری به درد اینجا نمیخوره،
دلیلش هم این بود، شما از ایران از شیراز راه میفتی 400 کیلومتر میری نمیدونم یزدخواست و فلان و بیسار همش دشت و بیابون میبینی تا بعد برسی به اصفهان. میگفت آقا این شبکه سرتاسری برای اروپا خوبه، از اینجا میری هانوفر، از اونجا میری بون، از اون ور میری برلین، از اون اصلا این شهر هنوز تموم نشده یه شهر دیگه است، چون کوچیک بودن به هم پیوستن شبکه سرتاسری گذاشتن. بعد این میگه آقا تو شبکه سرتاسری تو نمیتونی شیراز برق تولید کنی، اگه مشهد یه اتفاقی افتاد 2000 کیلومتر برق بدی به اون. خب بله قانونا میشه تو برق بدی اصفهان، اصفهان برق بده به اون، اون بده به اون، ولی این امکانش نبود. هر جا هست یادش بخیر، اگرم فوت شده که معلم خیلی خوبی بود با وجودی که یکم تو دماغی صحبت میکرد و لکنت زبان نداشت، اتفاقا خیلی تند صحبت میکرد. برای کسی که تو دماغی صحبت میکنه یکی از چیزهایی که باید آهسته تر صحبت میکرد که مرد مفهوم باشه برای دیگران، ولی تند صحبت میکرد. ولی معلم خوبی بود. یکی میگه به اصطلاح معلم های خوب هیچ وقت یادمون نمیره، اینه یکی از اینا، آقای محمد خوششانس بود. خب داستان شطرنج بازی که از قهرمان چیز برنده شده بود گفتم، نشویل بامر اون کسی که این بام رو گذاشته آیتی کانسلتانت هم بوده، یعنی چیزای رشته های آیتی و این رشته های اینترنت و اینفورمیشن تکنولوژی و اینها، اسمش انتونی کوین وارنر بوده. و خیلی جالبه یه عکسی هست اگه من بهتون بتونم نشون بدم، اینو برای پلیس که میگه میدونید که تا یه اتفاقی میفته طرف میگه که این تروریست بوده. حالا اگه طرف سفید پوست باشه و اینها، یه عکسی کشیده بود رنگشو نگاه میکنه میگه اگه سفید باشه و این رنگی باشه و این رنگی باشه he died in the نمیدونم، میگه اون توی انفجار مرد، ولی اگر از این بشه قهوه‌ای و سیاه و یه رنگ کمتر از قهوه‌ای و اینها، میگه این تروریست اتک بود و چی میگن خودشون بامر، سویساید بامر، یعنی خودش خودکشی کرد و کشته شد. دوستان اینایی هستن که وقتی تو جو قرار میگیرن حرفایی میزنن که بعدن خودشون میگن لعنت به دهانی که بی موقع باز بشه. داستانش هم خونده بودیم، اون لاک پشتی که یا به قول شیرازی ها کاسه پشتی که رب با اون دوتا اردک پرواز کنه، همیشه آرزو پرواز داشت، کلاس دوم بود میگفت که میخوام پرواز کنم، اینا گفتن خب حالا که تو بال و پر نداری یا این چیز سنگین بهته، بیا دهنتو ببند به این چوب، ما میگیریم پرواز میکنیم. پرواز کرد، اونایی که پایین بودن گفتن هی فوزولای دوربر، هی گفتن نگاه کن لاک پشت میپره و اینها، اونم گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید. از اون بالا اینه که گفت افتاد و نمیدونم قابش هم لاکش هم شکست و اینها. این میگن لعنت به زبانی که بی موقع باز بشه. من یه ویدیو برای شما میذارم، این مال آقای شهرام شب پرست. شما به من بگو بعد از سپتامبر 11 که ما شاهد بودیم خیلی از ایرانی ها رو از آمریکا از کشورهای دیگه به خاطری که دروغ گفته بودن، مثلا طرف گفته بود گیه، آهان بذار اول اینو بهتون نشون بدم، این کسیه که توی نشویل به اصطلاح بمب گذاشت و منفجر کرد و اینا، قبلش هم رفته بوده خونه‌شو داده به یه نفر، زمینی که میگفتن این با پدر و مادرش زندگی میکرده، خونه‌شو داده به یه نفر، ماشینشو داده به یه زن دیگه و اینها، و تقریبا همه چیزاشو داده به این و اون، چون دیگه میدونسته این راهی که داره میره. بعدم اول پیداش نمیکردن، بعدن گفتن که از روی شماره ون نمبر یا شماره شاسی تو ایران میگفتیم، از روی اون فهمیدن که این آقا بوده و اینها. و بعدم گوشتا و اینایی که پیدا کردن بردن دادن آزمایشگاه، گفتن این دی ان ای همین آقای آنتونی، نمیدونم آنتونی کوین وارنر، یادتونه اون نبشه آنتونی کوین. حالا این آقای شهرام شبپره، اگه اشتباهی گفتم سهولتی عذر میخوام، شهرام شبپره میدونید خیلی فکر میکنه واقعا، نمیخوام بگم پخیه، فکر میکنه دنیا فقط باز شده ایو داداشش موسیقی میدونن. آقا شما بچه سرهنگ شبپره بودین،
وضع مالیتون جوری بوده که یه دستگاه درام برات بخره، یه گیتار براتون بخره، بعد دیگه تو این مهمونی های سرهنگ و اینا رابطه و برو با این و برو با اون و برو تو موزیک. حالا موزیکی هم که خوندی آقا این بچه های محل دوزن تو رو میدوزن، بعد همش باید حواست باشه که دوست دختر تو بچه های محل ندوزن. خب این بچه های محل رفیقای خودتن دیگه، این آهنگات ای بوده که فقط برای رقصیدن. ولی نگاه کنید کسی که بیاد تو تلویزیون علنا اعلام کنه که یک کار غیرقانونی انجام داده تا به اصطلاح به یه نفر گرین کارت بده، گوش کنید شما قضاوت کنید. یک بار یک کمکی به یک هنرمند ایرانی کردم که کارش انجام دادم، باش ازدواج کردم فقط به خاطر که نجاتش بدم. برای اینکه دوست عزیزم رامش سال 1976 به من زنگ زد، گفت من در انگلستان موندم. این واقعیت برای اولین بارم شما میشنوید. زنگ زد من امریکا من... بس دیگه بیش از این نمیخواد خودت خراب کنی. اولا دوستان نگاه کنید، هنرمندای ما سال 1976، انقلاب سال 1979 شده، اینا همشون در به در بودن تو اروپا و آمریکا. یادتون باشه، هی نگید ما هر جا میرفتیم دولا میشدن پاسپورتمونو میکردن فلان جاشون. خانم رامش سال 1976 با آقای شهرام سهولتی همش میگه شهرام شب‌پره زنگ میزنه که ایشون توی آمریکا بوده، اقامتش هم درست بوده، چرا یه نفر که پاسپورتش همه جا ارزش داره باید بیاد اقامت آمریکا رو بگیره و چجوری خودش آمریکا کدوم زن آمریکایی رو پول داده گرین کارت گرفته؟ مثل ما وای نزده پناهنده بشه 22 ماه طول بکشه که اینا هست. اون وقت اینا هنرمندای شما هستن. همین آقای شهرام همایون یکی دو سال پیش باز یه معامله کرده بود، اومد صبح پریشون تو برنامه چپخیز، آقا این تبلیغات که شما کردین من رفتم اونجا خونه خریدم، اون رفته بود ستار خریده بود. آقا هرس هول ولا ولا بیچارا، یه هفته میخواین برید تعطیلات، برید یه بهترین خونه ها رو اجاره کنید، هی میرین خونه میخرین بعدم خالی میذارینش تا سال دیگه، بعدم میان اینجوری کلا سرتون میذارن. در صورت این آقا طبق ویدیوی خودش میگه ازدواج سوری، میگن ازدواج سوری کرده با رامش، حالا بعدش تازه مننت میذاره میگه رامش هم پول عروسی و اینا رو نداد، بعدم اومد اینجا و بدبخت میگیرن چوب تو کونت میکنن. حالا دیگه نمیدونم. اینم از این. خب یه لحظه بریم شیراز. در میدونید که زیر خاکی الان خیلی رسمه، میرن این ور اون ور میکنن و فلان و اینا. خیلی هم از این انگلزاده ها رفتن تو کارهای زیر خاکی، گویا وقتی که داشتن میکندن. من یادمه اون سید علاءالدین حسین که بهش میگفتن آسونه، یه طرحی اومده بود که اونو بزرگش کنن بشه اندازه شاه چراغ، و این وقتی میمدن میکندن ما عصرا که اینا کارو ول میکردن میرفتن، ما میرفتیم حفاری که اونجا گنج پیدا کنیم. حالا این گنج چی بود؟ بدبختایی که پول بانک نبود، که چیزی نبوده، که یه علنگویی چیزی میکرده توی چی میگن گلدونی گوشه باغچش خاکش میکرده که روز مبادا استفاده کنه. اینم یا میمیره یا یادش میره این میمونده. نفر بعدی که میکنده میگفت من گنج پیدا کردم. چی پیدا کرد؟ دوتا علنگوه مثلا زن فلانی رو پیدا کرده بود. خلاصه آقا سعدی عکساش از آلبومش اومده بیرون به این صورت، آقای سعدی و دوست دخترش در شیراز. اینم یه نفرش تو، آقا این شکل شهریار قنبری هست. خب دوستان عزیز بذارید ببینم دیگه براتون چی گذاشتم اینجا. هفته ای که گذشت به غیر از اون نشویل و انفجار و اینها، یه خبری هم اومد توی چیزا که در ارتفاعات ایران هوا خیلی بده، بوران، یعنی بارون و طوفان فکر کنم میشه بوران. بعد حس و مردم نرید بیرون و اینها، ولی یه عده هستن که ورزش کردن براشون ببخشید مثل اعتیاده،
همینجا شما میبینی هوا سرده، تو رادیو میگه آی تویی که داری میدویی، حرارت بدنت میره بالا، این هوای کولد سرد رو میبری داخل، میشه رطوبت، میشه نمونیا، بدبخت. همون تو خونت از پله برو بالا بیا پایین، تو خونت یه تردمیل بذار، برو تو شاپینگ مال را برو، ولی تو این هوا نرو بدو. ولی طرف میگه من اگر ندوم اصلا میزنم، نمیدونم خانواده رو میکشم فلان، معتادن اینا. بمانه این آقایون رفتن، خانمام رفتن کوه نوردی و بهمن اومده و اسیر برف شدن و اینها. تا اونجایی که من میخوندم 12 نفر کشته شدن. شما ببین تو خونه گرم نرم نشسته باشی، بهت بگن آقا کروناست، بیرون نرو، اون بالا داره باد و طوفان میاد، ما با همین دستگاه های عقب افتاده و شلختمون فهمیدیم که این باد و برف و اینا بعدن بد میشه، نریم. اینا رفتن. البته حالا اونا هم میگن خب اگر اینا رفتن چرا شما اون توچال، یادم این آقای بهمن باتمان گلیچ اینجا به من میگو بیبریم یه قصر یخ بسازی، گفتم به شیرازی اسم یخ میاری؟ ما مثل سیاپوستا یه جورایی از آب و یخ و اینا میترسیم. آقای اکبری نشته بود آقا من از سوزن میترسم. گفتم ببین اکبری، تو و من تنها کسایی هستیم تو ایرانیا که میدونیم میترسیم. آدم های عاقل میترسن. شما تا بچه هستی که نمیترسی، اگه ولت کنن از پشت بونم میپری پایین، عاقل که میشه میترسی. ولی ایرانیا از این ور ادعای عقل میکنن، از اون ور ادعای شجاعت و نترسی. اوکی؟ ولی بهشون گفتم که من و شما راحت میگه آقا ما میترسیم، قربونتم برم نمیاد. ولی قولت میدم اونایی که اینقدر ادعای شجاعت میکنن از من و تو ترسوترن، فقط شجاعت و شهامت قبول کردن و گفتنش رو ندارن. حالا یه دفعه یادم افتاد، جان باختن کوه نوردان بر اثر سقوط بهمن و کولاک شدید شمال تهران، شهرام شب‌پره، ازدواج سوری با رامش، 1976. خب روی این کاغذه که اینقدر براتون خط خطی کردم چیزی نیست به غیر از آقای خسرو بهرامی پیام گذاشته بودی، اینجا نوشتم بهت زنگ زدم. امروز که شما زنگ زدی اون موقع توی خزینه بنده داشتم دوش میگرفتم و بعدن با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون. دکتر جیلانی هم اینجا با ما هستن، سعی میکنم در هفته های آینده، برنامه های آینده با ایشون باشیم و سال نو رو هم ما به ایشون تبریک میگیم. خب یه ویدیو دیگه داریم که بعضی وقتا اینایی که میخوان یک کمکی بکنن واقعا، حالا یا دولت یا مردم، ببخشید که صدا اینقدر زیاده، این ویدیو هر کدومش از یه جایی میاد. اینها میدونید که یه چیزایی هست به نام مدیریت بحران. وقتی یه اشکالی پیش میاد یه جای دنیا، اول یه چند نفر میان به عنوان مدیر اونجا کارا رو انجام میدن که معلوم بشه آقا مثلا یه 10 تا ماشین نفرستن تو این خیابون، اون خیابون هیچی ماشین نداشته باشه، که همینجا تو آمریکا هم از این اتفاقا تا دلتون بخواد میفته. دلیلش هم خدایشیه که خیلی خارجی زیاد داریم، این خارجی هم مثل من همشون فکر کنن خیلی دانشمندن. خب شما اینو داشته باش، این کمرهای دور رو نگاه کنید، هی نگید این شهرداری و اینا کار نمیکنن. ببینید با چه تلاشی این بنده خدا داره کار میکنه. دقت کنید، اگه 2 تا چشم دارید 2 تا چشم دیگه هم قرض کنید. این مدیریت بحران در اهواز، چون دیدم سعیدم چیزای خرمشهر و اینا رو میذاره که خیلی چی بود. دوستان حتما دیدید که خیلی از ایرانی ها وقتی جدا میشن از همسرشون و از زن و از شوهر بعد از سالهای سال، میرن حالا با یکی جوانتر چی میکنن، یا میگن میریم با یک کسی که اونو تربیت کنیم اونجوری که ما هستیم باشه و اینها. دکتر هلاکویی
خیلی قشنگ در این باره صحبت میکنه. باز اینم دقت کنید یه لحظه. بیشتر آدم ها با افراد شبیه خودشون ببینید، میگه بیشتر آدم ها با افراد شبیه خودشون ازدواج میکنن، که معمولا اینجوری نیست. در طی زمان اخلاقشون شبیه هم میشه. ولی خب مگه میشه رو حرف آقای دکتر ما حرف بزنیم؟ بریم کامرای دو رو میدیم به دکتر فرهنگ هلاکویی. تر آدم ها با افراد شبیه خودشون باشن. اینی که بنده در کلاس هم به دوستانی که 25 30 40 سالشونه بهشون میگم اگر شما میخواید ازدواج کنید یادتون باشه که بچه های شما و نوه های شما در سنین بالا در 60 70 80 90 سالگیتون نمیان شنبه و شنبه شون کنار شما بشنن که شما احساس خوبی بکنید. شما مشکل تنهاییتون و مشکل نیازهای فیزیکی و روانیتون با خود هم حل کنید. اولا قربونتون برم این همسر کوفتی رو نگرش. دوم قوم و خویش‌های خودتون رو نگه دارید. سوم قوم و خویش‌های همسرتون رو نگه دارید. چهارم یه دره 15 تا 20 تا دوست خوب نگه دارید برای 70 80 90 سالگیتون. بی خودی انتظار نداشته باشید مانند گذشته که پسر و دختر شما یه تعطیلی هم که داره حالا بیاد ببینه که مام بزرگ و آب بزرگش که زبون هم دیگرم نمیفهمن حرفی هم ندارن این فقط یه قربونت برم قربونت برم اینو بخور اونو بخور اینو بخور اونو بخور دلش خوشه که داره به بچه ها همجوری عشق میده و بچه ها همجوری باید معطل بمونن. چه میکنن امروز بچه های من و شما؟ برای یک دقیقه وقتشون رو که صرف بکنی هدر بدید میگن وقتمو تلف کردی و اگر کاری نکنم میگم I'm getting bored. امروز بچه شما با یه دقیقه مسئله داره، خود صبح ببرید چه بزنید جلو مادر بزرگ. اونم مادر بزرگی که از همون ابتدا شروع میکنه مثل مادر بنده. وقتی بچهای من میرفتم اونجا اینقدر این داستانای تکرار میکرد که پسر کوچیک من که فارسیش خیلی خوب نبود همه اینا رو حفظ کرد. یه روز اومد من گفت بابا به خاک و خون آدم میفته یعنی چی؟ چون از بس هی مادر بعد داستان خاک و خون رو مطرح کرد بچه اصلا موضوع چیه؟ و بعدم تکراری، یعنی اینقدر تکراری که خود بنده هم برخی از اوقات وقتی اونجا میرفتم وقتی مادرم فقط حرف میزد فعل آخرش رو تکرار میکردم. یعنی مثلا میگفت رفتیم اومدیم اونجا و ریخ، گفتم ای ریخ، ولی مثلا چی شد؟ ولی فرقی نمیکرد در ماجرا. علتی که میخوام خدمتون عرض کنم این است که یه مقدار نگاه رو باید واقع بینانه کرد که من شما چی کار میخواییم بکنیم و چگونه میخواییم باش برخوردی داشته باشیم. خیلی هم خوب. شما هم اگر ویدیوهای کوتاه و مختصری این چنینی دارید ارسال کنید، ما بستگی به برنامه‌مون تمش پخش میکنیم. دوستی به نام آقای جعفری، علیرضا جعفری نوشته سلام سربی عزیز، سال نو مبارک، در مورد داور از رنگارنگ خبری عنوان کردی؟ نه آقا، داشتم همینجوری صحبت میکردم راجع به مدیرای تلویزیونای مختلف ایرانی، صحبت از آقای شهرام همایون بود، بعد گفتم تو همه اینها زرنگترینش واقعا این داور بود، داور رنگارنگ، داور ویسه، که اونم بنده خدا به اصطلاح فوت شد و از بین رفت. ویدیوهای زیادی دارم ولی 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم تا بعد بریم با آقای امیر حسین لادن باشیم و درباره این مقاله‌ای که این هفته نوشتن با هم صحبت کنیم. بعد میدونید که هر از گاهی سازمان‌های حفظ حیوانات و حمایت حیوانات و اینا میان مثلا میگن این میمون این فلان بازنشسته شده از باغ وحش، این شتر این فیل، بیاین کمکش کنیم. حالا یکی از این سازمان‌ها این آورده میگه که کدام یک از این فامیل رو شما حمایت میکنید که به اصطلاح بمونن؟ میدونید بعد مثلا میگن پلنگ یا یوز پلنگ ایرانی که توی یزد و اینا نوع مخصوصش هم هست، میگن اینها حمایت شده هستن. میگه که شما دوست دارید مالیات شما کدام یک از اینا رو حمایت کنه؟ من به نوبه خودم اون بالایی ها خرسا، توی ویرجینیا خرس زیاد داریم و این پایینی ها که یه مدتی یه عمر مفتخور بودن دیگه بستشون، حالا برن یه جای کار کنن. مخصوصا الانی که هی میگن خارجی ها اینا، میدونید چند سال گذشته خیلی از خارجی ها رفتن، حالا دیگه موقعش که لابد ایوانکا بیاد مثلا خونتون رو تمیز کنه، جرد شوهرش بیاد چمن رو بزنه، اون دیوونه کوکین کیه تی جی بی جی میگن چی بهش میگن دونالد ترامپ دی جی اینجوری به مسخرش میکنه، اون بیاد مثلا چه کارهای دیگه هست که این همه این کارها رو خارجی ها انجام میدن. بله، اسرائیل هم بعد از 35 سال یکی از جاسوساشو آزاد کردن رفت اونجا،
ببینید دوستان، ذات اسرائیل رو فقط بخوایم بشناسید، آمریکا تا اینجاشو کرده عسل میکنه تو دهن اینا، باز دندونش میگیرن. بنویسید یکی اینجا بنویسه که سالانه چقدر میلیارد دلار کمک بلاعوض اسرائیل از آمریکا دریافت میکنه، با همه اینها جاسوسی میکنه تو دستگاهش. اون وقت یه جاسوسی رو آزاد کردن، اونم اونجا که رسید زمین رو بوسید و نتانیاهو هم اومده بود به اصطلاح ملاقاتش. اینا خیلی ویدیوهای کوچیک کوچیک دارم، اینا رو بعدن یه فرصتی اصلا بشینیم یه دو ساعتی به اصطلاح اینا رو نشون بدیم. و اون وقتا یه ضرب المثلی بود میگفتند که سیب سرخ برای دست چلاق خوبه. حالا اینم نوشته که پاداش کمرای 3 نوشته پاداش ایمان، تقوا، عمل صالح، دعای خیر پدر و مادر و نماز سر وقت. حالا خیلی از اینا سیاها وقتی با این زنای سفید ازدواج میکنن از جامعه خودشون هم طرد میشن، یعنی هم زنای سیاه‌پوست به اصطلاح ناراحت میشن از دستشون و هم جامعه میگه حالا که شما پولدار شدید ما رو ول کردید، دوباره رفتید تو محل سیاها، تو کار سفیدا ببخشید و پولتون رو اونجا خرج میکنید. درباره این کثیفی هوا و اینا، خب میدونید الان مثلا تلویزیون من و تو نصف بیشتر برنامه‌اش اینه که من این تخم مرغ رو خریدم اینقدر میفرستم برای گزارشگر خوب، احمق اون یکی قبلی گفته برنامه خوب من و تو، ولی میگه گزارشگر. شما اگه گزارشگری که دیگه خودت نمیگی گزارشگر خوب. اوکی، هم سی ان ان هم تلویزیون های دیگه اینجا این کارو کردن، آی ریپورت، آی فلان، دیدن خیلی افتضاح شد تعطیلش کردن و یه چند بارم تو تلویزیون های ایرانی این کار کردن، طرف گزارش داد مجری رو میذاش سر کار، مخصوصا اینایی که دانششون کم بود از اینترنت و اینها بمانه. حالا درباره آلودگی هوا، شما فکر میکنید هوای ایران از چند سال پیش کثیف شد؟ از چند سال پیش این پدر سوخته ها شن نمیدونم فوت میکنن، دود میکنن، حتما 42 سال دیگه، هم شب 22 به هم که اومدن همه چی رو روشن کردن و دود شد، درست شد. نگاه کنید دوستان، کمرای 3، آلودگی هوا معضل 70 ساله ایران، طرح زوج و فرد از سال 1356 اجرا شد. اینجا بعضی جاها هست odd even، انگلستان مسکه اینجوره، روزایی ماشینایی که نمرهشون آخرش زوج، نشونه که فرده. بله، بعدم چیزها رو نوشته دیگه، حالا خودتم برای که ببینی واقعا ما دروغ نمیگیم، چون ما که کسی قبول نداریم، فقط چشای خودمون قبول داریم که چشامون هم همیشه به اون دروغ میگه. اینم این دزدان 18 میلیون تومانی بانک دستگیر شدن. یادتونه اعترافات عیاض درباره قتل مهناز ماموران تحقیق را به گریه انداخت؟ دوستان اینو گوش کنید، نگاه کنید، در کربلا ایرانی ها هتل 400 اتاقی می سازن. من خودم سرباز بودم توی کرمانشاه، 3 روز ما رو آوردن توی شهر که کاروان بعد از آشتی ایران با عراق بود که کاروان هدیه های ایرانی ها که 2-3 تا مرقد بود طلا بره به طرف نمیدونم کجا، از کرمانشاه چجوری باید میرفت، مثلا مرز خسروآباد کجا، اون که آبادان نمیدونم. اسرائیل به خاطر هولوکاست پول خوبی هم از آلمان میگیره. آقا همه دنیا و من تا امروز از همه سوال میکنم، آقا گور پدر هیتلر، قبل از هیتلر چرا این دوستان یهودی همه جای دنیا پراکنده بودن؟ یکی نگاه کنه، دوستان یهودی که 42 سال گشتن تو صحرا با موسی تا اونجا رو پیدا کردن، سرزمین موعود، چرا این سرزمین موعود رو ول کردن در طی این 3-4-5000 سال دوباره رفتن همه جای دنیا و چنان بلایی به سر همه آوردن که تا یک کسی میگه جود طرف میگه اوه اوه نگو. حالا خوده جودا میگن ما جود نیستیم، ما کلیمی هستیم، ما یهودی هستیم. چشم، محله کلیمی ها، ما دیگه تو شیراز نمیگیم محله جودا. خب بریم سراغ آقای امیر حسین لادن از اندیشکده آگاهی و شناخت.
اجازه بدید من اینو پیدا کنم. اندیش کده، بله 14 روز قبل با ایشون بودیم، حالا هم مجددن میریم خدمت ایشون. و اینجا هم بله نوشتیم که آقای امیر حسین لادن کامرای 2 و اوورلی 8 رو میذاریم. دوستان برای تماس با ایشون از طریق فیسبوک، از طریق فیسبوک به اصطلاح اندیشکده آگاهی و شناخت، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام میتونید با ایشون مرز خسروی بود باریکلا، چون خسرو آباد من خودم رفتم توی زمان جنگ کارخونه یخ خسرو آباد، اون مال آبادانه، ولی مرز خسروی. من بدون شما، شماها چراغ قوه هستین برای من، مثل اومدم توی سینما تاریک شماها چراغ قوه هستین. مرسی، اینجا بهشون میگن آشه. خب بریم سراغ آقای لادن و من سوالات رو نوشتم. مقاله خوبیه، به شما پیشنهاد میکنم بخونید دوستان. مقاله این هفته است، دوباره نگری برجام یا خلع سلاح ایران. بعضی وقتا خوبه که آدم برگرده یه چیزی رو دوباره نگاه کنه، دوباره بخونه. بعضی وقتا با شرایط اون موقعیتایی که گذشته و اینها، اون وقت شما تازه میبینید ای بله اینجوری بوده که اینجوری شده. و اینم هستیم. خب دوستان عزیز، طبق معمول آقای امیر حسین لادن با ما هستن. آقا سال نو مبارک، سلام میکنم به شما و شما اولین مهمان اولین برنامه، به شوخی گفتم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیان هم هستید. من مقاله شما رو خوندم، ولی قبلش اگه شما بخواین با دوستان بیننده و شنونده حال احوالی داشته باشید و گریز از 2020 و رسیدن به 2021 رو تبریک بگید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان. بفرمایید. سپاسگزارم. سال جدید میلادی به شما جناب سربی، به بینندگان تلویزیون مردم و به همین هنانون شاد باش میگم و امیدوارم که یه سال بهتر، آرامتر، کم خطرتر و ساده تری باشه برای هممون. آمادم هر موقع شما دوست دارین شروع کنیم. بسیار ممنون. ما هم امیدواریم که سالی بهتر باشه و با این خبر واکسن احتمالاً همین جور هم هست، اگر بتونن درست مدیریت کنن. تا امروز که متاسفانه اشکالات زیاد بوده. آقای لادن، مقاله این هفته شما دوباره نگری برجام یا خلع سلاح ایران. در این مقاله شما نوشتید که برجام یا توافق هسته‌ای است بین ایران و گروه 5+1 و کوچکترین ربطی به سیستم موشکی ایران ندارد. کمپین جدید اسرائیل در مورد برجام دب به در آوردن است. این کلمه دب برم من خیلی وقت بود که نشنیده بودم و حالا جالبه در مورد صحبت کنیم. یعنی زیر قول خود زدن و پیمان شکنی که بخشی از روش کاری اسرائیل می باشد. حالا پرسش ما اینه، رابطه اسرائیل با برجام چیست که دب به در آورده؟ من حتی در قسمت اولی برنامه گفتم چجوری کسی که جزو یا طرف قرارداد نبوده الان اومده اینجوری. بله بفرمایید. شما به دو نکته اساسی بلافاصله اشاره کردید. نخست اینکه واقعا باید بهش ساده نگری کرد. برجام توافق هسته‌ای بین ایران، چین، بریتانیا، فرانسه، روسیه، آمریکا و آلمان. یک. دو، هدف این توافق جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای. اگه این دوتا جمله رو تو ذهنمون نگه داریم، بعد می‌بینیم که این پرسش شما چقدر در اینجا کاری و مهمه. همینطور که می‌بینیم نام اسرائیل و عربستان در بین این گروه نیست، ولی کمپین گسترده اسرائیل، باج‌های پس پرده عربستان و امارات در شکل‌گیری برجام در همون آغاز نقش اساسی داشت.
ببینیم که بعد برای که اینو بهتر ببینیم بعد بدونیم که هدف اصلی اسرائیل چیه. اسرائیل یکی از 5 مسلح ترین ارتشای جهان داره و مجهز به 350 تا 400 بمب هسته‌ای، ولی نمیخواد هیچ کشور دیگری در خاورمیانه و در منطقه تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. از نظر نظامی هم اسرائیل بتونه به چالش بکشه یا جلو شهرزندان کنه. علتش هم اینه که میخواد با خیال راحت مرزهای کشورش رو گسترش و به اسرائیل بزرگ موعود که در تورات اومده دسترسی پیدا کنه. این موضوع رو نباید دست کم و سرسری گرفت. اسرائیل هستی و موجودیت کشورشو در گروه دستیابی به این هدف میدونه. آماده است زمین و زمان رو به همدیگه بدوزه. برای اینکه ببینین این فقط حرف و شعار نیست، چند تا نمونه رو با هم مرور میکنیم. نمیدونم بینندگان چقدر در مورد لبنان 30-40 سال پیش میدونن. لبنان آرامترین و آزادترین کشور منطقه بود. مسیحی، شیعه، سنی، دروز، تمام مذهب ها و فرقه ها با هم دیگه زندگی میکردن. اصلا نقش مذهب نداشت. حتی بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، به بیروت میگفتن. اسرائیل اومد با حمایت از فالانج ها نابودش. پس جنگ داخلی لبنان آرام و نابودی آرامترین کشور خاورمیانه، بعد نابودی عراق، انحلال ارتشش، به خاک کن کشیدن و آواره کردن میلیون ها انسان بیگناه، علم کردن شبه نظامیان در سوریه، جنگ داخلی و قتل عام صدها هزار زن و مرد. همینطور که هممون تازگی دیدیم ترور متخصصین و مهندسین هسته‌ای. یعنی لیست ادامه داره که اسرائیل برای رسیدن به هدف خودش دست به هر کاری میزنه. شما اشاره کردیم به دب در آوردن. چرا دب در میاره؟ برای اینکه پس از انعقاد قرارداد تسلیحاتی، ایران به سیستم موشکی بالستیک مجهز شد. خب اولا که باید بدونیم مجهز شدن ایران به موشک بالستیک یک امر طبیعی درست و مورد نیازه برای دفاع از کشورمون، ولی اسرائیل و عربستان ایرانو ضعیف و لخت و بیدفاع میخوان. بنابراین جبهه مشترکی رو تشکیل دادن و کمپین دیگری رو به راه انداختن تا ایران رو کاملا خلع سلاح کنن. کمپین جدید مدعیه که برجام کامل نیست، برای اینکه شامل سیستم موشکی نمیشه. دب در آوردن اینجاست دیگه. یعنی میخواین قراردادی که در گذشته بستین شامل تمام تغییرات بشه تا به امروز. ولی این در آغاز، این کمپین بین امضا کنندگان برجام به جایی نرسید. ولی با انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری و ورود نوچه های حزب لیکود مثل کوشنر و میلر به کاخ سفید، اسرائیل تونست با استفاده از ثروت‌های بیکران عربستان و امارات و بحرین، همکاری کامل صهیونیست‌های مسیحی در آمریکا و تندروهای جنگ طلب، آمریکای ترامپ رو یه طرفه و به تنهایی از برجام خارج کنه. شما در ضمن من اشاره کردم به این که این کمپین
در بین امضا کنندگان برجام به جایی نرسید. ولی اسرائیل به مرور در یک کمپین گسترده طی 2 سال گذشته موفق شده برخی از کشورهای برجام رو به سوی برنامه خلع سلاح ایران سوق بده. برای نمونه اینو یورو نیوز نوشته، میخوام براتون بخونم، تو گیوم است. میگه جرمی ایزاکاروف سفیر تل‌آویو در برلین دیدگاه اخیر وزارت خارجه آلمان را درباره رزوم اصلاح برجام گامی در مسیر درست خواند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفته توافق هسته‌ای با ایران به ویژه پس از خروج یک جانبه واشنگتن و تخلفات مکرر تهران از تعهدات خود نیازمند به بازنگری است. طرح الحاقی هایکو ماس برای برجام علاوه بر تضمین عدم تولید سلاح هسته‌ای، توقف برنامه موشکی ایران است. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما هم توی صحبتاتون اشاره کردید به لبنان و هم توی مقاله نوشتید و این سوال در مورد همین لبنان یا لبنانیز کردن ایرانه که توی یکی از گفتگوها هم قبلا من و شما با هم صحبت کردیم و شما به این اشاره کردید. ممنونم. حالا اگه شما لطف کنید و این پروژه رو باز کنید، من فکر میکنم که برای خیلی از بینندگان جالب و آموزنده باشه. حتما. من هم اتفاقا در این مورد با شما هم عقیده ام. یه فکر کنم خیلی از همیهنانمون در این مورد به اندازه کافی آگاهی به دست نیاوردن، اینا رو کسی باز نکرده. ببینید، پروژه لبنانیزه کردن ایران بخشی از یک واقعیت بزرگتر و پنهانی است، تجزیه کشورهای منطقه. آرشیتکت این برنامه، یعنی آرشیتکت تجزیه کشورهای خاورمیانه، اسمش هست برنارد لوئیس، که یک یهودی افراطی با عقاید فاشیستیه. این آقا برنارد لوئیس مرشد و منتور بزرگ حزب لیکود اسرائیل، سالهاست که مروج تجزیه ایرانه به چند منطقه بر پایه قومیت، موقعیت جغرافیایی و زبان. یکی از شاهکارهای این نژادپرست افراطی سیاست بالکانیزه کردن لبنان بود. اسرائیل با پشتیبانی مالی و نظامی از فالانژهای لبنان با ترور و تفرقه اندازی، ایجاد تضاد بین گروه‌های مذهبی مثل مسیحی و شیعه و سنی و دروز، تونست آرام آرام لبنان رو به آتش بکشه، جنگ داخلی به راه بیندازه، جنگی که 15 سال به درازا کشید، 10,000 کشته و 500,000 آواره به جا گذاشت و لبنان رو ویران کرد. حالا در ضمن اسرائیل مزرعه شبعای لبنان رو که یک منطقه بزرگ مرزیه تصرف کرد. همونطور که بلندی های جولان که متعلق به سوریه است، بخشی از اردن، قسمتی از مصر و 2/3 فلسطین رو با زور تصرف کرد. همونطور که در بالا اشاره شد، هدف اصلی اسرائیل گسترش مرزهاشه. و اما برنارد لوئیس با کمک اسرائیل در میان جمهوری خواهان محافظه کار آمریکا نفوذ و محبوبیت پیدا کرد، حتی شد مرشد دست راستی های آمریکا. این آقا فلسفه لبنانیزه کردن، یعنی قطع کردن کشورهای خاورمیانه رو تونست در آمریکا جا بندازه. هدف این بود که هیچ کشوری در منطقه نتونه
جلوی آمریکا قد علم کنه یا آمریکا رو به چالش بکشه، و این رفت در دستور کار و سیاست آمریکا در خاورمیانه. لبنان کشوری امن با ثبات، ملتی قانونمند و اقتصادی شکوفا داشت. با اجرای این برنامه تبدیل شد به ویرانه ناامن، متزلزل و فرقه های با مخالف یک دیگه جدا جدا و متخاصم. از دید غرب این شده فلسفه. زمانی که یک کشور امنیت و ثبات داره، اقتصاد شکوفا میشه، به مرور قدرتمند میشه و قدرت میتونه به وجود آورنده استقلال باشه. خب شما نگاه کنید که از یک کشور قدرتمند مستقل نمیشه انتظار داشت که همیشه مطیع اوامر آمریکا باشه و به هر خواست آمریکا تن بده و هر قراردادی رو بپذیره. نمونه هایی که این آقای برنارد لوئیس به آمریکا و غرب ارائه کرد که اینا کسانی بودن که آمریکا رو به چالش کشیدن، عبارت بودن از مصدق و ملی کردن نفت در ایران، ناصر و ملی کردن کانال سوئز در مصر، آربنز در گواتمالا، عبدالکریم قاسم در عراق و حتی رهبرهای وابسته مانند شاه و صدام. این آقا بهشون میگه که نباید قادر باشند آمریکا و غرب رو به چالش بکشند. طبق الگوی برنارد لوئیس، هدف از تجزیه کشورها تضمین قدرت مطلق و انحصاری آمریکا تو منطقه است و مطیع نگاه داشتن حکومت ها. این آقا میگه که در این چارچوب اقوام و عشایر رو باید تقویت و مجهز کرد، جدایی طلب ها و فرقه گراها رو باید تشویق به جدایی و خودمختاری کرد تا برای تضعیف حکومت، درگیری نظامی بتونیم انرژی و توانایی مالیشون رو تقلیل بدیم، کم کنیم. برنارد لوئیس، من فکر کنم این باید قلب هر ایرانی رو به درد بیاره، میگه که ایران رو باید لبانیزه، یعنی تکه تکه کرد. عربستان سعودی، اسرائیل، ترکیه، جمهوری آذربایجان و آمریکا از این پروژه تکه تکه کردن ایران پشتیبانی میکنن. نیروهای ویژه و ماموران اطلاعاتی این کشورها در آذربایجان، کردستان، خوزستان و بلوچستان فعالیت دارن. ببینید اینا تا چه حد حاضرن برن جلو. آمریکا، اسرائیل و عربستان صدها میلیون دلار، درباره این قبلا گفتگو داشتیم، روی اپوزیسیون وابسته جاه طلب گمراه برای آلترناتیو سازی سرمایه گذاری میکنه، ولی اپوزیسیون راستین رو به وسیله عوامل خودش، به ویژه عوامل ایرونیش، هدف شایعه و تخریب و آماج کارشکنی و تهمت قرار میده. سپاسگزارم. من ممنونم از شما. اگه اجازه بدین این سوال آخری رو، دو تا سوال به صورت دو تا سوال ازتون بپرسم. اول اینکه موضوع برقراری رابطه دیپلماتیک بین اعراب و اسرائیل رو شما چگونه میبینید و ارزیابی میکنید؟ دوم، یکی از بینندگان نوشته شما به درستی منافع جمهوری اسلامی را از منافع کشورمان جدا میکنید. رابطه تازه بین اسرائیل و اعراب چه عواقبی به بار می آورد یا دارد؟ پرسش های بسیار مهمی رو شما با این بیننده مطرح کردید. برای ارزیابی باید ببینیم که این رابطه اصلا چگونه و در چارچوب چه عواملی برقرار شد. اسرائیل در انتخابات اخیر آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا، خیلی تلاش کرد که ترامپ دوباره انتخاب بشه، ولی کمدانی و شارلاتانی ترامپ
انقدر او رو رسوا کرده بود که در انتخابات به سختی شکست خورد. جو بایدن با دریافت بالاترین تعداد آرا در تاریخ آمریکا به ریاست جمهوری رسیده. اسرائیل که نمیخواست، اینم بسیار جالبه که در چه اندازه تیز و زرنگ رفتار کردن اینجا، اسرائیل که نمیخواست در صورت شکست ترامپ کم بیاره و دچار مشکل بشه، با همکاری نوچه های یهودی در کاخ سفید، همراهی کامل پامپئو که یک صهیونیست مسیحی است، با زد و بند و بدبستون های پس پرده با امارت و بحرین، تونست بین اسرائیل و این دو شیخ نشین رابطه دیپلماتیک به وجود بیاره. ترامپ هم همونطور که میدونین به شدت با اسرائیل نزدیکه، اومد یکی از بزرگترین و مهمترین خواسته های تونس رو که بود به رسمیت شناختن تعلق وسترن سهرا، منطقه صحرا، به کشور، به یعنی به رسمیت بشناسه که این متعلق به تونسه و تونس و اسرائیل بر این اساس یک رابطه دیپلماتیک برقرار کنن، یعنی بادم بده بستون. نتانیاهو و ترامپ با هم اومدن یک حرکتی رو انجام دادن، من این بود که رفتن سراغ سودان و پس از مذاکره با فرمانده ارتش، پرزیدنت سودان و فرمانده ضد اطلاعات یک قولهایی دادن. قول اولشون این بود که تسلیحات اسرائیلی رو در اختیار سودان میذاره. دوم این که آمریکا میاد نام سودان رو از لیست کشورهای تروریست برمیداره، به اضافه کمک اقتصادی و نظامی آمریکا به سودان، و اینا مجموعه این بده بستونها سودان رو میاره توی خط. یعنی همه مسائل روی زد و بند بود، اگر نه هیچ رابطه‌ای به وجود نمی اومد. اسرائیل پس از اینکه موفق شد با عربستان و شیخ نشینان خلیج فارس رابطه و همکاری برقرار کنه، روش دیپلماسی رو کنار گذاشت، شمشیر رو از رو بست. جالب اینجاست که دو سه روز پیش اعلام میکنه که با هر، این جمله است، با هر گونه بازگشت به توافق هسته‌ای برجام به شدت مخالفی. خبرگزاری رویتر می نویسه، این تو گیوم است، به نظر من به نظر می رسد این پیام به رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن می باشد که روز 20 ژانویه رسما وارد کاخ سفید می شود. این پایان گیوم است. خب چرا اسرائیل چنین آشکار و بی پروا برای دیگران تعیین تکلیف میکنه؟ به خاطر موقعیتی که الان به دست آورده. یعنی اسرائیل در رابطه، مقایسه میخوام بکنید، با جمهوری اسلامی در موقعیت مستحکمی قرار داره. طی 4 سال گذشته نه تنها میلیاردها دلار کمک بلاعوض از آمریکا و ترامپ گرفته، بلکه تمام پژوهش‌های پیشرفته تسلیحاتی فضایی آمریکا در دسترسش بوده. آخرین نوآوری‌های آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داشته. در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر فساد همه‌گیر حکومتچیان، دست‌اندرکاران حکومت، ارجحیت‌های فرقه‌ای و غیر ایرانی آخوندها و تحریم‌های آمریکا، از یک سو کفگیر رژیم به تهدید خورده و از سوی دیگر روسیه که نزدیک‌ترین یار رژیم فقاهتیه، حتی پس از یک دهه کلنجار از تحویل کامل سیستم رادار S-300 خودداری می‌کنه. این در صورتیه که روسیه سیستم S-400 که جدیدتر، قویتر، بهتره،
هم به ترکیه هم به عربستان فروخته. اسرائیل امروز در عربستان و شیخ نشینان خلیج فارس حضور داره. ببینید نیویورک تایمز چی می نویسه، این توی گیوم هست، میگه تنفر عربستان و شیخ نشینان خلیج فارس از جمهوری اسلامی بیشتر از تنفرشان از صهیونیست های اسرائیلی است. آنچه اعراب و اسرائیل را بر علیه ایران اسلام زده متحد و همبار کرده تنفر مشترکشان از آخوندهاست. این آخر گیوم است. قدرت نظامی اسرائیل در سوریه، من فکر کنم همین امروز هم باز یا دیروز یک نوشته‌ای در این مورد بود که جمهوری اسلامی، قدرت نظامی اسرائیل در سوریه جمهوری اسلامی رو مات کرده و رژیم نتونسته در مقابل حملات هوایی اسرائیل به مواضع سوریه و لبنان پاسخ بده. اما ما میدونیم که زیردریایی اتمی هسته‌ای اسرائیل الان که مجهز به کلاهک‌های هسته‌ای تو آب‌های خلیج فارس داره جولون میده. از طرف دیگه حضور زیردریایی اتمی و ناوهای هواپیمابر و بمب افکن‌های B-52 در خلیج فارس که همونطور که دیدین، همه فکر کنم همه دیدین، هر روز روی خلیج فارس رفت و آمد میکنن، یعنی دارن همه چی رو تحت نظر دارن، اینها مجموعاً باعث دلگرمی شده برای اسرائیل و عربستان در مقابله با جمهوری اسلامی. و اما در پایان ما دنبال براندازی رژیم هستیم نه نابودی ایران. رژیم فقاهتی که مدعی حکومت الهیه یه رژیم ضد انسانی ضد ایرانیه. هدف اندیشکده آگاهی و شناخت تلاش برای براندازی و جایگزینی رژیم آخوندیه، نه یورش نظامی به ایران. ما میخوایم با براندازی و جایگزینی رژیم آخوندی یک سیستم مردم سالار ملی ایرانی در کشورمون برقرار کنیم. حکومتی که مشروعیت و قانونمندیش از مردمه. و میخوایم، یعنی وظیفه و مسئولیت هر ایرانیه که جلوگیری کنه از نابودی و تجزیه ایران. ایران مردم سالار ملی با آمریکا، اسرائیل و عربستان و شرکا دشمنی و سر جنگ نداره. ولی اجازه نمیدیم برای نابودی میهنمون توطئه و دسیسه بکنه. اندیشکده بر این باوره که رهایی ملت و نجات ایران در گروه آگاهی شهروندان ایرانیه. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما. من به شما باید به دوستان تبریک بگم که کتاب خداسالاری و درماندگی رو به صورت صوتی یا گویا درست کردید و اینجا هم الان نشون دادم به دوستان، دانلود رایگان کتاب صوتی خداسالاری و درماندگی اکنون در کانال تلگرام اندیشکده در اختیار شماست. اگر دوستان اشکالی داشتن میتونن با من تماس بگیرن، من تمام این فایل های صوتی رو میتونم براشون با پروگرام های دیگه ارسال کنم. و ممنونم از شما که با ما بودید. و خانم بهیه جیلانی ضمن حمله به شما نوشتن بایدن یک متقلب است. من از ایشون دعوت میکنم تا مهمان برنامه من باشن هفته آینده تا درباره اینکه اصلا سیستم آمریکا اجازه تقلب نمیده. و من حالا ندیدم شما جایی راجع به انتخابات، فقط گفتید که اسرائیلیا این کار رو، نه فقط اسرائیلیا، شرکت های کورپوریشن و اینا هم این کار رو میکنن، به هر دو طرف به اصطلاح کمک میکنن. حتی در زمان شاه هم نیکسون یکی بهش گفته بود اشتباه میکنی، فقط به نیکسون، به طرف مقابلم کمک میکنن که هر کدوم از اینا برن توی کاخ سفید به اصطلاح اینا بیان بگن دیدی ما بهت کمک کردیم. ولی مایل هستم واقعا ببینم که خانم
دکتر جهیه بهیه جیلانی چجوری فکر میکنن که بایدن 78 ساله تونسته در انتخاباتی که مسئول اجراییش ترامپ و دستگاه قضایی و اینها بودن به اصطلاح انجام بشه؟ خیلی خوشحال میشم. ممنونم آقای لادن از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم هر روز بهتر از دیروز باشه. سپاسگزارم، همینطور برای شما بینندگان تلویزیون مردم و همیهنانمون. بسیار ممنون، به امید دیدم. امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم، اجازه بدید از ایشون خداحافظی کنیم و من صفحه که اطلاعات اندیشکده رو نشون میده از وبسایتشون، از تماس تلفنی با واتساپ، از ایمیلشون andishkade@outlook.com و این اندیشکده آگاهی و شناخت رو با فارسی بنویسید، چندین صفحه مختلف میاد، همش میتونید باهاشون در ارتباط باشین. و جدیدن هم که این اندیشکده آگاهی و شناخت کتاب صوتی ایشون رو روی تلگرام هم گذاشتن. خیلی ممنونم. و ببینید خانم جیلانی، سیستم انتخاباتی آمریکا توی 50 تا ایالت، شما برید اونایی که گاورنرشون یا فرماندارشون ریپابلیکن بودن، اصلا دستشون توی سفره بوده، آخه چجوری امکان داره این همه تقلب شده باشه؟ بعد چجوری امکان داره سه تا از قاضیایی که با این همه سر و صدا، بدونید سه تا قاضی دادگاه دیوان عالی، یعنی یک سوم قضات توسط ترامپ تو این 4 سال که خیلی اصلا بعیده انتخاب شده و انتصاب شده بماند، سه تای دیگه شون هم چیز هستن، به اصطلاح ریپابلیکن هستن، یا دو تای دیگه شون، در هر صورت اکثریت الان با کانسرویتیو یعنی محافظه‌کارا و جمهوری خواهانه. حتی در بعد شما به من بگو چجوری بیش از 50 تا شکایت رسمی هر روز این جولیانی توی این دادگاه، اون دادگاه، دادگاه نمیدونم شعبه پایینتر، بالاتر، تا دیوان، همه رو انداختن بیرون. آخه ببینید به ماجرای کلاغ و منار گفتن یه چیزی بگو که بگنجه. در صورت اگه وقت داشته باشید هفته دیگه با ما باشید تا این رو روشن کنید، شاید شما یه چیزی میبینید از فرانسه که مایی که اینجا هستیم نمیبینیم. همیشه میگن اونی که داخل گوده، درسته که داره زور میزنه و به اصطلاح تلاش خودش رو میکنه، ولی بعضیا از کنار دوشک یا از کنار گود بهتر میبینن. یه آقای ایرانی هم هست من میبینم با شور و حال میاد، هر روز میگه دیگه تموش، دیگه تموش، دیگه ترامپ برنده شد. ترامپ 500 نفر رو دیروز پولای کلون ازشون گرفته، سه روز تلفن گلف بازی اینا رو آورده، اونا رو ول کرده چون دیگه مطمئن بود پولاشون گرفته، بلند شده شبانه اومده اینجا، 12 روزه اصلا هیچ جا حاضر نمیشه. همین دیروز از هواپیما و هلیکوپتر که پیاده شد در رفت از دست خبرنگارا. بعد شما فکر میکنید ترامپ تندروتر هست یا رئیس مجلس سنا میچ مکانل؟ شما فکر میکنید ترامپ بیشتر جمهوری خواه هست؟ ببینید، یا داریم درباره حزب صحبت میکنیم یا داریم درباره شخص صحبت میکنیم. شما فکر میکنید ترامپ بیشتر جمهوری خواه هست یا همین آقای میچ مکانه یا اون یکی دیگه آقای کاهن که قبلا توی به اصطلاح دولت هم بوده، نه دولت ترامپ، و اون گفت این چنان حزب رو خراب کرده که ما باید یه حزب جدید درست کنیم چون آبروی حزب ریپابلیکن و جمهوری خواه رو برده؟ بعد من یه سوال خیلی خودمونی ساده دارم خانم جیلانی عزیز، این در 4 سال گذشته چه کاری انجام داد که حالا تو 4 سال آینده که معمولا رئیس جمهورا قسمت دومش فکر پول در آوردن و کتاب نوشتن و کتابخونه ساختن و قرارداد گرفتن و شغل پیدا کردن برای میگه اون شعره بود میگفت تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟
4 سال گفت از روز اول من آخوندها رو چنین چنان، آخوندها بچه هاشون همه اینجا هست، بهترین ها رو دارن. حتی دیدم بچه این عقب افتاده، این زنه کیه، کرونا ویروس زده و نمیدونم این سنی نداره چجوری کرونا ویروس زده، لابد خودش جایی یه شغلی زده که اومده جزو نزدیکترین ها. آقایی که بله، آقای وحید خاجوی، خب اگر شما بهتر بلدی دوست عزیز تقصیر شماست، شما اگه بیای صحبت کنی، اگه شجاعت، شجاعت، قدرت تکلم داشته باشی، من میشینم گوش میدم، با شما تماس میگیرم. و این جوری توهین کردن، این میری تو قسمت اول برنامه من نگاه کن، جز به اونایی که من امسال تصمیم گرفتم محل سگم بهشون نذارم. ولی اینو وردار، اگه خواستی مثل آدم انتقاداتو تو بنویس، مثل آدم بیا تو برنامه، مثل آدم ما اینجا تلفن داریم، بفرم این تلفنو بذارم براتون، زنگ بزن، پیام بذار، پیامتو پخش میکنی. این آخه چیه؟ بذارید دوستان من این آقا رو نشون بدم، با همه ای که واقعا دیگه اینا، این میدونید فیسبوک و اینها، آقای وحید خاجوی، قولتون میدم اینا توی مهمونی که میشینن همه درود ورودن و همه فرهیخته هستن. بذارید ببینم کدومشه، حالا اینجا چند تا هست، نه اینه، بله، اینه که ریبن هم زدن، آقای وحید خاجوی دوستان، کمرای سه. حالا من نوشتتون رو میخونم. خاک بر سر ملتی که تو عوض وطن فروش اپوزیسیون باشی. اولا خب نازنین، سگ همون آخوندا میارزه به شما، با هر جنایتی که کردن، چه گوهی قبلی با خالق. اصلا شما نگاه کنید به من بگید چه کسی اینقدر بی آبرو، اینقدر بی پدر و مادر، اینقدر لو لایف، اینقدر پس فطرت که یه برنامه ای رو میشینی نگاه میکنی خب دوست نداری، ایرادشو بگیر، بیا حرفتو بزن. و الا تو چه فرقی داری با آخوند، تو چه فرقی داری با حزب اللهی که یه کلمه مخالف نظرت شنیدی اینجوری از حولت فارسی هم از یادت رفته. دوستان بذارید من نوشته اینو بهتون نشون بدم، میبینید دیگه رو فیسبوک من نمیتونم دروغ بگم. ببینید این آقای وحید، این فارسی نویس هم داره، ببینید با فارسی ماشالله الله اکبر. به مادرت بگو یه چغندر بکنه یه اجاد، یکشم ببنده روی بازود مثل شاه که چش نخوری. ببینید این نوشته دوباره برای مردم نسخه میپیچن. شما باور دارید کسی برای مردم نسخه پیچیده و مردم عمل کردن؟ خب بیا در این مورد صحبت کن. بعد منظور شما کیه؟ منظور شما منم؟ منظور شما آقای لادنه؟ عوضی، بیچاره، خاک بر سر، پس فطرت، اینو بردار. بعد یه ایمیل بنویس info@mardomtv.com، اینجا داشتیم. بله اینه، 7. یا زنگ بزن، پیغام بذار. خب منتظر بودم که بذار یه ایمیل چک کنم اگر این آقا یا خانم، طرف می نویسه ما نمی فهمیم زنه، مرده، بهش بگیم هی، بهش بگیم شی، بهش بگیم او، بهش بگیم ایت. آخه خجالت بکشین، اول سال 2021 برای خودتون ارزش قائل بشید. زنگ بزن بگو آقا من با این چیزی که شما میگی مخالفم، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. دوستانم هی دارن می‌نویسن آقا خوشحالمون کردی، اول برنامه نوشتی که با اینا به اصطلاح چیز نمی‌کنی، ولی باز نه آقا، باید گاهی وقتی هم بگیم. شما تو برنامه قبلی هم اگه نگاه کنی که با دوستان بودیم از کانون که از سازمان مجاهدین بعد از 40 سال 30 سال 20 سال جدا شدن، همین مشکل رو داریم. طرف میگه آقا من چرا گوش کنم، آقا کسی دست و پای تو رو نبسته که، برو دنبال کارت. بله آقا، متاسفانه بعضی ها حرف زدن را بلد نیستن و حرف نزدن را باید یاد بگیرن. روز من ساختی، خیلی ممنون. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، روز روزگار بر شما خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و این روزها لازم نیست تو تلویزیون مردم باشید. شما میتونید این تلفن، من یه تلفن برای کریسمس بهم دادن، معمولا بچه ها تلفن های 12 میخرن، در رو به ما میدن، و من دیروز که داشتم اینا رو عوض میکردن دیدم چند تا تلفن دارم از این قدیمی های
اینجوری یادتونه باز میشد. اینا رو من نگه میدارم چون بعضی شماره ها رو هنوز میخوام. یکی از دوستان به من مسخره کرد، گفت چرا اینا رو نگه میداری؟ گفتم میخوام ببینم کدوماشون مردن از دوستان. بعد گفت من اگه بمیرم برات تکست میزنم. گفتم باش. خب دوستان عزیز خیلی ممنون که در این روز تعطیل با ما بودید. هفته آینده سعی میکنم با آقای فرزاد نیساری باشم، سعی میکنم با خانم جیلانی باشم و بیان نشون بدید طرف تو آمریکا نمیتونه ثابت کنه شما اینا تقلب کردن، یه دلیل تا حالا نیاوردن، یه مدرک تا حالا ندارن، هر روز قطیای بزرگ و همی دارن میارن کلاسورای بزرگ رو نشون میدن. طرف میگه آقا نشون بده. خب خانمه هی میاد تو برنامه، این پاول کیه، یه زن دیوانه ایه، هی میاد تو برنامه میگه ما انقدر مدرک داریم، میگن خب نشون بده. روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو پی میگیریم با برنامه آقای حسن ارشاد، چون هنوز برنامه ویدیو جدیدشون نیومده، همون ویدیوهایی که داریم اونها رو به اصطلاح پلی میکنیم یا نشون میدیم. مرسی که با ما بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. این آقای وحید خواجوی، اگه اینو ور نداری تا یکی دو دقیقه دیگه اسم تو ور میدارم از توی فیسبوک بلاک میشی. حالا ببینم فهم و شعورت چقدره. مرسی.